دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، امیدوارم که اوقاتی رو که با هم خواهیم بود اوقات بهتری باشه. برنامه امروز رو شروع میکنم، جمعه 27 فروردین 1395 و برابر است با 15 آپریل 2016. اگر تعجب میکنید که این اعداد و ارقام پشت سر من چه کار میکنن، روز 15 آپریل در آمریکا روزی هست که شما تا آخر شب، یعنی تا ساعت 11:59 وقت دارید که برگه های مالیاتیتون رو تحویل اون، حالا کم کم به وزارت خونه میرسه از بس دوم و درازه، IRS یا اون اینترنال ریوینیو، بله، یا میشه بگیم اون اداره مالیات بر درآمد و اینها تقدیم کنید، واقعا دو دستی تقدیم کنید. حالا یا 20 دلار بدید با ای همون الکترونیکی هست، یا برید پست کنید، پست سفارشی دو قبضه. امروز قرار هست که ما خانم ماندانا لطف کنن تماس بگیرن، ضمن این که با ایشون دوشنبه هم قرار گذاشته بودن و میدونید که ما دوشنبه به اصطلاح بنده و همسرم صاحب یک نوه شدیم. خیلی از دوستان پرسیدن پسره یا دختره، گفتیم دختره. بعد پرسیدن پسره یا دختره، گفتیم ای بابا ما که در برنامه گفتیم. گفتن نه، منظورمون اینه که این نوه پسریت هست یا نوه دختریت. نوه دختر من هست و پسر ما با وجودی که بزرگتر هست ولی هنوز، چرا میگن دم به تله نداده و ازدواج نکرده، امیدواریم اونم به زودی ازدواج کنه و به زودی صاحب بچه بشه تا ما هم صاحب نوه های دیگه بشیم. واقعا شیرینه، یعنی هم من هم همسرم اصلا مثل بچه هایی که یه اسباب بازی جدید گیرشون میاد، هی تماس میگیریم، عکس بفرستیم، میریم نگاه میکنیم، سر میزنیم و اینها، و فکر کنم دخترم و دامادم دیگه از دست ما عاجز شدن. خب شما هم اگر نوه دارید، امیدوارم که سلامت و خوب باشن. ممنونم، برنامه قبلی یه نفر آمد یه بسته هم آورد نوشته هپی برده، یا خلاصه با شکلات و اینها. هنوز وقت نکردم بخونم، اتفاقا اون کاغذی که باهاش بود هرچی نگاه کردم توی این کاغذ چیزی نیست، فقط نوشته که این edible، این چیزایی هست که خوردنیه، با میوه و اینها شکل گل درست میکنن و شما دیگه اینجوری نیست که یه گل بفرستن بعد از دو سه روز هم خراب بشه و اینها. حقیقتا اقلا اگر دوستان لطف میکنن زحمت میکشن، یا شکلاتی هست یا میوهی هست و اینها، این خیلی رواج پیدا کرده. در صورت ممنونم از هر کسی که فرستاده، متشکرم. هنوز تا هنوز دوستان تبریک میگن و خیلی ممنونم. در رابطه با این دوستان و دشمنان، من با خودم کلنجار میرفتم، کشتی میگرفتم، کج و قوس میرفتم که این پیام ها رو پخش کنم یا نکنم. از طرفی میگیم پخش نکنیم، چون یه جورایی اینهایی که بی تربیتن، بی منطقن، اینها تشویق میشن این کارو بیشتر انجام بدن. از طرفی میگیم دبا پخش کنیم که مردم ببینن چه کسانی طرفدار پادشاه بودند، چه کسانی طرفدار شاهنشاهی بودند و چجور این افراد، افراد دو چهره و صد چهره و هزار چهره هستند. یه آقایی که حیف کلمه آقا، نه بهش میگیم آقا، شاید ایشونم سر عقل و منطق بیاد. یه نفر زنگ زده، اتفاقا فکر کنم تو برنامه قبل بود، چون من دیدم دو بار زنگ زدن. من همینجوری که یواشکی با شما صحبت میکنم اون تلفن رو میزنم که بره روی پیامگیر و ایشون پیام گذاشته. دوستان ازتون خواهش میکنم، اگر کسی واقعا روانشناسه، یه چیزای اجتماعی خونده، این رو به دقت گوش کنه. حتی برای من ایمیل بزنید usa.sorby@gmail.com، من این دو تا پیامو براتون میفرستم، چندین بار گوش کنید، شما ببینید میتونید یه همچین شخصیتی رو تحلیل کنید.
بشنوید، من شاید صحبت نکنم توی برنامه، ایشون بهتر باشه. از طرفی میخوام اون چیزایی رو که من گرفتم به شما بگم، چون من پیام های اینجوری رو برای یه عده از دوستا که 20-30 نفر هستن میفرستم، اونها نظرشون رو میگن، بعد من دربارش صحبت میکنم. برای یه نفر که فرستادم گفت آقا اینکه آفتاب آمد دلیل آفتاب، ایشون با نادانیش داره حرفای شما رو تایید میکنه. شما میگید که این کتاب کلاس اول دوره شاه سال 1339 نشون میده که سیستم حکومتی شاه، سیستم فرهنگ و آموزش پرورشش در رابطه با مردم نبوده و یه چیزی مثلا فرانسوی رو ترجمه کرده. بعد خیلی هم تماس میگیرن، خیلی از ماها خودمون که نگاه میکنیم میبینیم نه آقا، نه ما اینجوری بودیم، نه کوچمون اینجوری بوده، نه خونمون اینجوری بوده، نه بابامون اینجوری بوده، نه مادرمون اینجوری بوده. این آقا که آمده با توهینی که به فکر خودش به من میکنه میگه بله ممکنه که شما نبودیم، ولی ما که تو شمیران بودیم بودیم. دوستانی که در شمیران زندگی میکنید، من یادمه 2-3 سال قبل از انقلاب من با دوستم جعفر معبودی آمدیم امتحان چی بدیم، امتحان اعزام، شاید هم 2-3 سال قبل از انقلاب هم بیشتر، و این فامیلاشون شمیران بودن. فامیلای ما همه تهران پارس و نیرو هوایی و اینجاها بودن، فامیل ایشون شمیران بودن و به من گفت که بریم اونجا. ما خب دوتا دانش آموز رفتیم اونجا، بعد دیدم یه جورایی مثل اصلا اسم اونجا رو باغات شمیران هم میگفتن اگه اشتباه نکنم، یعنی تا اونجایی که من میدونم تهرونی وجود نداره یا نداشته، تهرون شهر ری بوده و بعد بزرگ میشه، بعد اینا میرن شمال برای باغ و یلاق و اینها، بعد بیشتر چی میکنن. شما به من بگید، این پیامو گوش کنید، این آقا کتاب سال 1339 در شمیران زندگی میکرده، اون سرمای شمیران، مدرسه هم فصل پاییز، بیشتر تابستون که ما شورت میپوشیم که مدرسه نمیریم که. شما بشنوید این پیام رو، و این رو برای دوست خوبم که طرفدار پادشاهی هست فرستادم، گو آقای سربی شما واقعا درست میگی، این دوستان شاه از اون داستان دوستی خاله خرسی که شما شنیده بودید و تو کتابان نوشته بودن بیشتر به شاه ظلم کردن. بشنویم با هم دو تا پیام و ببینید یه شخصیتی چجوری میتونه در 3 دقیقه 2 دقیقه اینجوری عوض بشه. بشنویم. الو جناب سوریان، تو خوبه؟ خسته نباشی، یکی از ازت خوشم میاد، جهت ازت بلند. ببین احوال پرسی میکنه، خسته نباشید، از شما یه جورای خوشم میاد یه جورایی هم بدم میاد، خب تا اینجاش نرماله. بشنوید، خودتون فقط بشنوید، براتون دوباره بذارم از اول گوش کنید. دوست اینها بودن که ما به اینجا رسیدیم و چقدر خوشحالم اینها با پای خودشون. باور کنید من اگر توی مهمونی یه نفر از اینها اینجوری غیر منطقی صحبت میکنه بهش میگم آقا بیا تو برنامه اینو بگو، اینا میدونن که این صحبت ها رو نباید برای مردم کنن، ولی این آقا با نادانی خودش آمده به پای خودش، به دست خودش، به خرج خودش، به تلفن خودش. بشنوید دوستان. الو جناب سعودیان، تو خوبه؟ خسته نباشی، یه جهت ازت خوشم میاد، جهتم ازت بدم میاد. هر دشمن بذاریم مثلا، یکی از برنامه های تکراری داشتم نگاه میکنم راجب اون کتابی که در سال 1339 چاپ شده بود. دوستان اجازه بدید من اگر این کتاب رو هنوز اینجا داشته باشم، اول دبستان اسمش بود، این رو من براتون باز کنم ورق بزنم وقتی که این آقا صحبت میکنه، که اونایی که احتمالاً همه برنامه ما رو که نمیبینن همه، این ببینن چه کتابی بوده که من اینجا این رو نشون دادم و این دوستمون اینجوری به اصطلاح داره پیام میذاره. اون وقت شما به من بگید که من درست گفتم. آقا من میگم مدرسه ای که من رفتم اینجوری نبوده، لباسی که من مدرسه میرفتم اینجوری نبوده، توپی که ما همه پول میذاشتیم یه نفر میخریدیم توی اون خیابون خاکی، تو کوچه خاکی بازی میکردیم، اینجوری نبوده. چرا شما مثل یه آدم سالم سلیم نمیای قشنگ شماره تلفنتو بذاری، اسمتو بذاری، بگه آی سوربی من بودم اونجا. من مدت ها پیش در این باره صحبت کردم که مدرسه های ایران تا اونجایی که من یادمه تا مدرسه ابتدایی ما مجانی میرفتیم، بعد دبیرستان شهریه‌ای بود، بعدن اونم مجانی شد. ضمناً تو دبستان که ما بودیم و
بعدش شد راهنمایی که ما نبودیم، قرار بود بهمون خوراک مجانی بدن که هیچ وقت به ما ندادن. یه دوستی زنگ زد خیلی قشنگ گفت آقا من اسمم اکبر گلپا، این نادر گلپا هست و من اهل گلپایگانم و اینا، اونجا به ما روزی دو تا کباب میدادن. حالا نه فوشی نه فضیحتی، ما هم خندیدیم گفتیم آقا دیگه بعد از دو تا کباب خوردن دیگه کدوم بچه میتونسته سر کلاس درس بخونه؟ آقای طرفدار پادشاهی، این هست منطق شما که اگر یه نفر دروغ داره میگه آقا من دیوانم، من دروغ گفتن رو دوست دارم، شما با یه آدم دیوانه دروغگو میخواین چه کار کنی؟ میگن در مثل مناقصه نیست، از دست شپش میخوای یقه خودت پاره کنی؟ آقا چیز خودت پاره نکن، ببخشید یقه خودت پاره نکن، بیا با منطق قشنگ بگو سوربی، اینجایی که راجع به پهلوی میگی خوشم میاد، اینجایی که میگی بدم میاد، به این دلیل. اون وقت بگو تو ما بفهمیم. دوستان این پیام رو دوباره براتون میذارم و من همینجوری که این آقا صحبت میکنه این کتاب اول دبستان رو برای شما ورق میزنم. فقط اجازه بدید که عکس این کتاب رو بیارم اینجا، خیلی قاطی کردم کامرای دو. یا بله نیست دیگه، کسی اگر اینجا بود که کمک میکرد ما نمیخواست، و اولا اونایی که جوانترم خیلی زودتر میتونن اینا رو تشخیص بدن و عوض کنن و بنویسن. این کتاب هست، این هم پیام این بیننده ما که احتمال زیاد من رو خوب میشناسه که هم بدش میاد از من هم خوشش میاد از من. بفرمایید. خب در این کتاب شما میگی این چیزه شروع نبوده، دلیل نمیشه که شما اگر تو دهات زندگی میکردی این چیزا نبوده، دلیل نمیشه همه مردم اینطوری فکر کنن یا همطوری لباس میشنن. تو بالای شهر شمرون تهران همه اکثرا همطوری بودن، ولی دلیل نمیشه که بیاد بخندی و مسخره بکنیش که اینطوری لباس نداشته، هیچ که غذا نمیخوریش کنه. این فقط شامل شهرستان ها بوده و دهات ماتا بوده که شما اونجا اومدی بیرون دیگه، این بحثی توش نیست. شما ایراد به این چیز نگیری، شما ایراد به خودت بگیری که چرا تو دهات زندگی کردی که برات مهیا و آماده نبوده. جدید موفق باشی. دوستان شنیدید آقایی که با سلام احوال پرسی شروع کرد، من رو اولا من افتخار میکنم که دهاتی باشم، نیستم متاسفانه، ای کاش بودم، چون تنها قشری که تو جامعه چه در آمریکا چه در اروپا چه در ایران زحمت میکشه و من و شمای مفتخور داریم از قبال زحمت اونها میخوریم، دهاتی های هستن، کشاورزی های هستن، صنعتکارانی هستن که زحمت میکشه. ولی منطق رو ببینید، میگه بله شما که تو دهات بودید و همه اونایی که تو شهرستان بودن، تقصیر شماهاست که این امکانات نبوده. دوستان بشنوید ببینید کیا بودن اینها، هی نگید ما چرا امروز به آخوندا رسیدیم. این منطقه، میگه منی که شمال شهر زندگی میکردم، شمیران زندگی میکردم، کلاس و مدرسم اینجوری بوده، خونمون اینجوری بوده، بذارید اینه ببخشید، بله خب دیگه توپ قلقلی داشته و خواهرش اینجوری لباس میپوشیده و گیسش میبافته و مامانش هم حالا میاد، مامانش و باباش هم میان، تقصیر اونا نیست که، مدرسه شون هم اینجوری بوده. دوستان تقصیر من و شماست که در دهات زندگی کردیم، تقصیر من و شماست که در شهرستان ها زندگی کردیم. حالا یه سوال پیش میاد، آقای تهرونی، آقای شمیرانی، چند میلیون نفر در تهران زندگی میکردن در زمان شاه؟ چند میلیون نفر در شمیران زندگی میکردن؟ اون 30 میلیون، 35 میلیون بودیم دیگه، ما میگیم 5 میلیونش مثل تو بوده، اون 30 میلیونه بود که فهمیدن آقا تقصیر ماست، تقصیر ماست که تو دهات کار میکنیم، میدیم به این مرتیکه مفتخور علاف با باباش و با ننش بشینه اونجا، پس باید این کاخ و این زنیدونم تخت رو واژگون کنیم. شما درست میگی، من نمیفهمم، این بیننده من نمیفهمه، اون پتری که ارمنی نمیفهمه،
که اونم باباش راننده بوده همه ایران گشته. شما میفهمی تقصیر ماها بوده که کار کردیم. کار کردن خر خوردن یابو. شما درست میگید، ما خر بودیم، الاغ بودیم. و دلم میخواد اگر شهامت داری، شجاعت داری، اگه فرزند بابات هستی، بیای بگی من اسمم اینه، شماره تلفنم اینه، اصلا بیا با اسکایپ به مردم بگی من پسر فلان تیمسارم، پسر فلان حاجی بازاریم، پسر فلان شغلم در دولت شاه، من بابام خونم کجای شمران بوده، اینجوری بودم. برید بیچاره خجالت بکشید. حماقت شماها بود که بدبخت شاه رو در 61 سالگی دغمرگ کردید. این دوستمون خانم نیر میگه شاه از لحاظ دوستان و از لحاظ همسر شانس نداشت. من یه جورایی با ایشون مخالفم. شاه به دلیل اینکه شخص بی سواد و ترسوی بود و اکت میکرد، یعنی ادا در می آورد، نقش بازی میکرد که آدم با سواد و شجاعی هست، مجبور بود یه مش آدمای احمق و به عنوان دوست نزد خودش نگه داره. دوستش کی بود؟ اردشیر زاهدی، دامادش که براش خانم می آورد. آقای اردشیر زاهدی زنده است، آقا بیا شکایت منو بکن که شما برای شاه خانم می بردی، تا بیاریم این جاهایی که اینجا درست کرده بودین تو مریلند و بعدم آخر کار افتاد و دست آقای حقا و اسبازی و تنیس و اینها، بیا شکایت منو بکن، بگو شاه گفته اردشیر زاهدی پا انداز جاکش خانم بیار شاه بوده، بیا شکایت کن. تا من این آقا اگر مرد باشه، اگر انسان باشه، بیاد بگه آقا من غلط کردم، اشتباه کردم. بله شما درست میگی، این کتاب ترجمه فرانسه رو بلژیک رو برداشتن آوردن اونجا، بعد دیدن خراب کردن، از اونوری رفتن. میگه طرف از ترسش که از پشت بام نیفته پایین، انقدر عقب عقب میره که از اونور میفته پایین. کتاب دوم دبستان یادتونه، حسنک کجایی؟ کدام یک از من و شما از مدرسه که میرفتیم در راه باید میرفتیم کاه و یونجه بر میداشتیم ببریم بدیم به گاو و برمون، و الا برها به اصطلاح داد بیداد میکردن حسنک کجایی و گرسنه بودن. این کی بود؟ این وقتی که فهمیدن چه گندی زدن با اون کتاب سال اول که این آقا رو کون پتی با شورت فرستادن مدرسه. بعدن آمدن 180 درجه از اینوری رفتن، کتابا رو دادن با آقای بهشتی، آقای قفاری، من مصاحبه کردم 3 بار با آقای دکتر منوچهر گنجی، بنده دبیر این آموزش پرورش بودم چه در دوره شاه چه در دوره خمینی. آقای گنجی آخرین وزیر آموزش پرورش ایران بوده. آقای گنجی میگه که من کتابای اول دوم سوم رو میارم بهتون نشون میدم که اینها رو دکتر بهشتی بی سواد، دکتر بهشتی و اون آقای قفاری بوده، کی بوده؟ آخونده اسلحه میگرفت دستش این ورمو برمیرم، اینا نوشتن. تقصیر من بوده که من در شیراز بودم، حالا شما شدی تهرونی شمیرانی به من میگی دهاتی؟ برو یکم بخون ببین شیراز کجاست، پاسارگاد کجاست، پارس کجاست، حکومت کریم خان زند کجا بوده، پایتخت ایران اصفهان، شیراز، یه مدتی هم فکر کنم کرمان بوده. بی سوادها، ای خدا لعنتتون کنه که شما بی سوادها ریختید دور شاه بیچاره، نذاشتید بیاد بگه آقا من سواد ندارم، من میخوام برم هنرپیشه بشم. نه که هنرپیشگی هم بی سوادیه، ولی اقلا هنرپیشه خوبی بود، اینو من بهش کردیت میدم. هر کدوم از شما بگید من بهتون میگم کسی که 37 سال یه نقشی رو بازی کنه که همه قبول کنن، این هنرپیشه خوبیه. حالا پیام دوم همین آقا، دیدید شخصیت عوض شدن اینا، گوش کنید حالا. آره آقای سوری، در به خودت دوباره در توهین برگ، ما این اجازه رو داریم که بالاخره حرفمون رو بزنیم دیگه. شما رو نه احمق، من نشستم اینجا، من یه شخص حقوقی و حقیقی هم، شما منو میشناسی،
من اجازه دارم به اردشیر زاهدی توهین کنم، چون اردشیر زاهدی مسئول یک کاری بوده دولت که اثرش رو من بوده. شما اجازه نداری بدونی که کسی بشناستت بیای به من توهین کنی، به این دلیل که میگم آقا من تا موقعی که مدرسه مظفر و پهلوی و شعله رفتم، سه تا دبستان من رفتم، دو سال، بنده نهار مجانی نخوردم. بعد آمدم دبیرستان احمدی، همزمان من و داداش بزرگترم و داداش بزرگتر از ما سه تا شاگرد مدرسه میرفتیم. مادرمون گریه میکرد، میگو آقای مهدیار، آقای مصباحی، من ندارم شهریه سه تا بچه دبیرستانی رو یه جا بدم. قسط‌بندی کنید بی وجدانا، بی ناموس ها. آقای مهدیار دوست ما بود، کشتیگی بود، آدم ورزشکاری بود، ولی واقعا اینها بی وجدان بازی در می آوردن. بعد طرف میاد میگه آقا ما شهریه نداشتیم. میگم آقا اگه شهریه نداشتیم پس این مهدیار و مصباحی، دو تا مصباحی ما داشتیم، یه دونه مهدیار، شاپور مهدیار پسرموش هم اینجا بود با من تماس گرفت. بیا، بله که حق داری انتقاد کنی، ولی بیا جلو بگو آقا من اسمم اینه، من اسمم کوروش پدر شاهه، چون شاه پدر همه تون بوده، شاید هم خبر نداشته باشی، احتمالا بابای شما از شمرون مامانتون میبرده اونجا زیر پای شاه میخوابنده و شما ندونسته پسر شاه هستی، 16 هستی ماشالله. بیا بگو میخوام باهات مصاحبه کنم، بگو میخوام باهات مناظره کنم، بیا رو اسکایپ صحبت کن. ولی بی غیرت، بی وجدان، بی شخصیت اینجوری. اولا تلفنت هم حتی قطع شده دیگه، حوصله مزخرفات شنیدن مزخرفاتت رو نداشته، به اصطلاح پق 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 میکرده. در صورت من خیلی با خودم هی گفتم نه اصلا ولش کن، ارزش نداره. و به قول دوستان خیلی هاشون گفتن جواب ابلهان خاموشیه، ولی گفتم نه آقا، تا کی ابلهان هی صحبت کنن ما خاموش باشیم؟ یه وقتم باید یکی وایسه بگه این ابلهان است. خب بریم حالا سراغ دوست خوبمون آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور، که هفته پیش از بعد از عید دوستان هی احوال پرسیدن که آقای عقیلی پور نمیان و نیستن و اینها. گفتیم بابا بنده خدا مشغول گرفتاری های خودش، خانواده خودش، کار و زندگی خودش و اینها، از طرفی ایشون میبینه خب که میاد برنامه میذاره، شما هم به به چه چه، این سربی هم میاد میشینه. ولی ما بارها گفتیم آقا این ماشین مجانی، سربی راننده خوب مجانی، بابا پول بنزینشو بده. آقای عقیلی پور بنده خدا یه جورایی شرم میکنه که بیاد تو این ماشین بشینه، من برسونمش اونجا، اونجا اون بگه خداحافظ بره، منم برگردم خونه. میگه خب منم وقت و زندگی میگذاشتم، ولی اون دوستان بیان حمایت کنن، نمیکنن. وقتی نمیکنن اینجوری میشه. ولی لطف کردن مثل همیشه حدود 11 دقیقه صحبت کردن، بشنویم با هم صحبتهای این رو. من میخوام ببینم این آقای عقیلی پور هم توی اصفهان مدرسه ای که رفتن، آقای دکتر عقیلی پور مدرسه شما هم اینجوری بود؟ ببینیم و بشنویم. مرسی. جناب آقای سوربی، با احترام، کنه نگیلی بور هستم. ایمیل شما رو دیدم، از این تقاضاها ها برای من هم ایمیل میاد که چرا مرد. خب با پوزش از شما، این مثل اینکه فقط صدا داشت، بذارید من تصویر ایشون رو هم برای شما بذارم، چون ما قبلا که ایشون اینجا برنامه داشت یک ویدیوی درست کرده بودیم، اینجا بهش میگن لوپ، یعنی ویدیوهایی که دور میزنه. این ویدیو رو با هم ببینیم و بشنویم، اینجوری بهتره. ببین آقای عقیلی پور مثل شاخ شمشاد، میگن چی میگن، یک سرو سرشو کرده بالا وایستاده حرفشو میزنه. میگه آقا من سرباز مملکت بودم، قسم خوردم به تاج و تخت و شاه، ولی خراب بود اوضاع. بشنوید بلکه آدم بشه. نمیدونم والله. میگن دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. بفرمایید آقای عقیلی پور. جناب آقای سوربی، با احترام، کنه نگیلی پور هستم. ایمیل شما رو دیدم، از این تقاضاها ها برای من هم ایمیل میاد که چرا مرتب در تلویزیون صحبت نمی کنم. تصور من
برای اینه که ما کهنه کهنسالان حرفی برای انقلاب و امروز ایران بعد از انقلاب و فردای ایران نمیتونیم داشته باشیم. با توجه به عمر متوسط امروزی باید قبول کنیم رفتند و آمدیم باید برویم تا بیایند. نخواسته هر کسی به این دنیا میاد و اکثران هم نفهمیده از این دنیا میرن. میدونید که مرگ ترسی برای بشر نداشت. از وقتی که دینهای تک خدایی سامی عنوان شد و این دین پورشان بهشت و جهنم و عذابهای ما رو عقرب اینها رو بعدن عنوان کردن و گفتن خوب کرداران به بهشت و بد کرداران به جهنم میرن، اما معلوم نکردن کسانی که جز این دو دسته نباشن مثل من امثال من هر دوی قیمت جایشون کجاست؟ آیا باید مثل امروزی سرگردان در بدرم باشیم؟ این پروشان اونقدر وصل و پینه به همین دینهای سامی افزودن که اصلا اصلش به کلی از بین رفت. به طور مثال در همین دین اسلام پیامبر اسلام اصول دین رو سه تا چیز تعیین کرد: توحید و نبوت و میعاد. بعدن که آمدن مذهب شیعه رو درست کردن در دین اسلام، در مذهب شیعه عدل و امامت هم اضافه کردن، شد پنجتا. عدالت الهی حالا چگونه است؟ این جوابی در برابر این سوال حالا کسی نداده. همین مسئله پینه ها بود که مولوی آن مرد وارسته که بارگاه آفرینش و ذات واجب الوجود عشق و بیپروایی خودشو ندا می داده در دلل می کرد، گفت ما از قرآن مغز را برداشتیم. یعنی تمام پیله های که این برامه بود هیچ کدوم قبول نداشت. حکومت های استبداد مذهبی تا این اواخر سلسله قاجار در کشور ما بود و در زمان سلسله پهلوی به جای کلمه استبداد کلمه دیکتاتوری که زمان فرانسه بود جایگزین شد در مقابلات ایران. در تاریخ هم دیده ایم که ستم دیدگان به هر نحوی که بتونن برای آزادی مبارزه کردن. وقتی همه تلاش به جایی نمیرسه، آخرین تیری که مردم ستم دیده دارن انقلابه. فردوسی هم درباره کاوه آهنگر و ظلم دستگاه اون روز گفت: یکی چرم پاره سر چوب کرد، ز خانه برون رفت و آشوب کرد. از این که بگیم حالا در انقلاب ایران مردم فریب گفتار آیت الله خمینی رو در نفوذشات خوردن نمیتونه صحیح باشه، زیرا اون حرفا نیرنگ سیاسی بود برای غربی ها گول زدن اونا بود. اما در 9 بهمن 1357 یعنی 2 هفته قبل از انقلاب، روزنامه کیهان دقیقا مقاله از ایشون منتشر کرد که این وضع حکومتی که میخوان بکنن تشریح کرده بود که در اسلام آزادی هستش اما در آزادی در وجود قرآن. اضافه کرد و قوانین الهی در قرآن که سم فرق نداره تغییرش بده. راجب نمایندگان گفته که مجلس حق قانونگذاری نداره، برای که همه قوانین در قرآن اومده. نمایندگان تنها وظیفه‌اش اینه که طرح اجرا و برنامه اجرایی این قوانین قرآنی رو برای دولت تعیین کنن و نظارت کنن. ولی فقیه هم مقام خلافت الهی است. ببینید تمام اینا دقیقا در اون مقاله هست. با این ترتیب در فروردین 1358 رفراندوم کردن نمیشه گفت مردم نمیدونستن به چی رأی میدن. به نظر من این رژیم فعلی ایران یک جمهوری اسلامی مشروطه است، جمهوری اسلامی مشروطه، و شرط و مشروطه اون اینه که کسی حق نداره
مردم فقط وظیفه دارن که قوانین اسلام رو اجرا کنن. در هر حال انقلاب شد که بعد از انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه تزاری دنیا رو تکون داره. امروز اگر به جای قبول انقلاب با شعارهای توخالی انقلاب رو نفی کنیم و به اسلام و باور مذهبی مردم هم بکنیم و به دنبال مدینه فاضله عهد باستان ایران باشیم، به جایی نمیرسیم. اگه واقعا در عهد باستان ایرانی ها همه چیز داشتن و در ناز و نعمت زندگی میکردن، پس چه دردی داشتن که با اون آسایش و اون ارتش بزرگ جهانگیر در برابر هجوم چند تا عرب یا 30,000 تا نیروی اسکندر مقدونی شکست خوردن و بعدن تسلیم شدن؟ مذهبیون هم که میگن اسلام پیروز شد برای اینکه از برابری و آزادی صحبت میکرد، این نظرم قابل توجه نیست. مگه قبل از اسلام مزدک از برابری و آزادی فریاد نمیزد؟ حلال ابن القمه قاتل سردار رشید ایران رستم فرخزاد پس از اینکه رستم فرخزاد رو کشت گفت روانش رو به دوزخ روان ساختم و پت عرب برعجم رو برپا نمودم. دیدیم که عرب هم اومدن، متفکران و دانشمندان بزرگ و افتخار آفرین ما هم کتاب های فلسفی و حتی کتاب علمی خودشون هم به زبان عربی نوشتن. هنوز هم بعد از 1400 سال در مراسم عزاداری عقد عروسی و مسائل دیگه آخوندی به عربی مطالب رو بلغور میکنه که خودش هم نمیدونه چی میگه. ملازم فرمایید این درست نیست که بگوییم ما همیشه از همه برتر بودیم. تاریخ پر افتخار داریم ولی جنایت، خیانت و درویی ها و خودفروشی های زیاد هم در تاریخ اون هست. به طور مثال یکی از هزاران نمونه ای که در تاریخ ما هست و ثبت شده بیان میکنم. در برابر قیام ملی بابک خرم‌دین، خلیفه معتصم بود، اومد یکی از سرداران ایرانی و به نام افشین خواستش و پول و وعده و مقام آنها گولش داد و یه نامی نوشت گفت اینو برو بده به بابک که بیاد و به سلام تسلیم بشه. بابک میهن دوست فریب خلیفه و همرزم ایرانی خود افشین رو نخورد و در زد و خورتا به کوهستانا برای آمادگی رفت. مدتی که اونجا بود کمبود آذوقه و خوراکی پیدا کرده بود. اومد یه نفر فرستاد با اون شهرکی که نزدیک بود، ده بزرگی که نزدیک بود، رئیس اون شهر یا کت خدا رو بهش گفتش که الان بابت اینجا تو خلاصه احتیاجی به خواجه و فلان نداره. این کت خدا هم با کمال میکنه نه چرا اونجاست، بیار اینجا مهمان ما هست با کمال میفران. بابا که اومد ازش پذیرایی کرد و سفره بزرگی انداختن و بابک نشست که سر سفره خزاش بخوره. قبلا پیش خدمتش همون پیش خدمت را گفته بود، ریختن سر بابک، هجوم آوردن، دستاشو بستن، دست و پاشو بستن. به افشین، خائنم خبر داد که بیا آقا مدد دادش به افشین بابک بسته. بابک هم همینطور اینو بردش رسون به دست خلیفه در سامره. همون موقع در سوم ژانویه 837 به دستور خلیفه دست و پای بابک رو بریدن و بدنش رو به دار آویختن. این هم نمونه از مهمان نوازی های تاریخی ما بود که میگیم و همونطور که دیدیم میزبان سر پادشاه که او پناه برده بود، اونم سر پادشاه رو برید. حالا ما از 2500 سال شاهنشاهی دم میزنیم که چنین نبود، زیرا بعد از حمله اعراب 1000 سال در گوشه و کنار فلات ایران زمین مردان قد علم کردن و سلسله و پادشاهی تشکیل میدادن و اکثرا هم خودشون نماینده خلیفه میدونستن. پس از 1000 سال
که شاهنشاهی نبود، دوباره در زمان صفویه در فلات ایران زمین یک پارچگی و ایران بزرگ تشکیل کردیم و شاه عباس بود که ایران رو، مرزهای ایران رو تا حدود مرزهای زمان ساسانیان برپا کرد. افتخارات گذشته ما گنجینه تاریخی ماست که با آن افتخار میکنیم. باید در موزه افتخارات جهانی قرارش بدیم. بهتره بگوییم 2500 سال منهای 1000 سال شاهنشاهی ایران. آقای صوبی، ما کهنه کهنسالان در غروب زندگانی تنها کاری که میتونیم حالا انجام بدیم، اونم برای ثبت در تاریخ، اینه که آن چیزایی که از زمان کودتای ننگین 28 مرداد که ستون ملیت ایران پر ریخ و باعث انقلاب گردید و ناظر بودیم، بدون کینه‌ورزی بازگو کنیم. حکومت قهرمان ملی و مرد همیشه بزرگ تاریخ ما دکتر مصدق رو سرنگون کردم، مردی که در سایه دیکتاتوری، زندان و تبعید ایام جوانیش تباه کرده بود ولی باز به میدان آمد. کودتاچیان غافل از این بودند که زندگی افتخار آفرین مصدق بعد از درگذشتش تازه شروع میشه و دیدیم نام او در پانتئون بزرگان مبارزان تاریخ ثبت کردیم. امروز راه او تنها راه امیدی است که فردای ایران زمین در انتظار آن است و به باور من چنین هم خواهد شد. آقای سوربی، جواب پرسش همیشگی شما که چه باید کرد رو نمیدانم، زیرا از حدود دانش و سواد اندک من فاصله خیلی زیادی داره. سپاسگزارم. بسیار ممنون از آقای دکتر عقیلی پور. و دوستان عزیز، اگر شما هم نظری داشته باشید یا تجربیات شما چیزی باشه مختلف یا اختلاف با این اصطلاح چی بگم گوناگون باشه، تفاوتی داشته باشه با چیزی که ایشون میگه یا داستانهای تاریخی و اینها، شما چیزی دیگه ای بگید، بیان اینجا. اون روز داشتم برنامه آقای مینوی رو نگاه میکردم راجع به همین مزدک، که میدونید مزدک اولین سوسیالیست دنیا بوده، صحبت میکردن اینها. کار به جایی میرسه که یکی از دوستانش وزرا میان میگه که آقا برای که مردم بفهمن همه چیز مال همه هست، باید شما زنت هم بدی به این و اینا. از این ماجراها هم بوده دیگه تو تاریخ. اگه میخواین تاریخ رو بگید، باید بیاین اون چیزی رو که اتفاق افتاده، واقعیتی رو که اتفاق افتاده بگید. متاسفانه چون همیشه تاریخ نویسان مزدور بودن، مزدور بودن کلمه بدی نیست، مزد میگرفتن کاری رو انجام بدن، حقوق بگی بودن، کامیشنت شده بودن به وسیله پادشاهان، به وسیله دیکتاتورها، به وسیله زوردارا و قدرتمندان. اونا معمولا بر وفق اونایی که پیروز بودن مینوشتن و حقیقتی که شما توی کتابای تاریخ میخونید با واقعیت فرق میکنه. اگه میخواین تفاوت و واقعیت و حقیقت هم بفهمید، تماس بگیرید، آقای شبستری براتون توضیح میده. امروز 17 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای سهراب چمنارا، دوستی که شاهنامه رو به زبان ساده نوشته، دوستی که کتاب 2020 سال 2020 2020 رو نوشته. در یکی از صحبتاشون توی ویدیویی یه سری تشبیهایی کردن که سر صدای خیلیا به اصطلاح بیرون آمد و من بهشون گفتم که آقا حالا شما درسته تو اون تلویزیون برنامه داری، برنامه میذاری، ولی یکم حواستون باشه چه کسایی رو چه جاهایی مینشونی. بعد آوردن اینها از اون بالا پایین مشکله، میگن هر خری رو شما میتونی ببری بالای پشت بوم، ولی آوردنش پایین مشکله. در صورت قرار ساعت 3 با ایشون صحبت کنیم و ایشون هم مرد میدان هستن، نمیخوام بگم حریف میطلبن و
شما اگر مخالف صحبت های ایشون هستید یا موافقشون هستید و مخالف من هستید، خیلی قشنگ مثل یک انسان شریف، مثل یک انسان قرن 21 تماس بگیرید. الان همین الان که آقای عقیلی پور داشتن صحبت میکردن، یه دوستی نوشته آقای سوری من هنوز منتظر شما هستم که با من کی مصاحبه میکنی. والا من نمیدونم من رو با کسی دیگه ای با تلویزیون دیگه ای اشتباه گرفته. میگم والا من که اینجا هستم، همیشه هم گفتیم خبر از شما، خدمت از ما، کی برای من نوشتید، کی تماس گرفتید، کی تلفن زدید و گفتید که من به اصطلاح مصاحبه میخوام و من مصاحبه با شما نکردم. در صورت منتظر این دوستان هستیم. و رادیو کیان ایران روزانه 3 ساعت، خودشون که فکر کنم 9 ساعت برنامه دارن روزانه، ولی ما روزانه 3 ساعت برنامه های ایشون رو پخش میکنیم و این انتخاب هم دست خودشونه که برنامه صبحگاهی، برنامه بعد از ظهر یا بعد از برنامه شامگاهیشون رو ما پخش کنیم. مثلا امروز گفتن که چون آخر هفته هست و ما برنامه داریم به نام آدین شب، اون رو برای ما پخش کنیم. منتظر هستم برنامه ایشون که اجرا میشه خیلی مرتب قشنگ برای من لینک رو میذارن، من ور میدارم اینجا عکس رو میذارم و پخش میکنم. شما هم میتونید در هر رادیو تلویزیونی که برنامه دارید اینجا برنامه‌تون رو پخش کنید، روزهای بیشتری، ساعتهای بیشتری و از همه امکانات استفاده کنید. فکر کنم به اندازه کافی گفتیم و دیگه بس است. و اما یه دوستی تلفن زده، دیروزم من 2-3 بار زنگ زدم صدای ایشون میاد، اشتباه هم کردم، خوابالود بودن اینها، اب نداره، ولی من هرچی صحبت میکردم ایشون صدای من رو نمیشنید. حالا بذارید قبل از اینکه اینو نشون بهتون بدم، یه خبری رو که آقای زرابی برای من فرستاده. دوستان اون دفعه من یه چیزی راجع به آقای علی زرابی خوندم، بعد خود ایشون هی گفت که آقا من ایمیل، من نمیدونم آقای علی زرابی اگر یک کسی دیگه به نام شما ایمیل میفرسه، وظیفه شما و دوستانتون هست که ببینید کی هست کجا. مثلا امروز برای من اینو فرستادید شما، میر حسین موسوی درگذشت، خبر فوری. بعد نوشتید که بنابر اخبار موثق میر حسین موسوی نخست وزیر اسبق و بنیانگذار جنبش سبز ساعاتی پیش بعد از تحمل 6 سال حبس در منزل مسکونی خود دچار حمله قلبی شده و به علت عدم صدور مجوز انتقال به بیمارستان متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم کرد. به گفته نزدیکان ایشان امکان دارد که جسد ایشان شبانه و بدون مراسم انجام پذیرد دفن جسد، لذا خانواده ایشان درخواست مجوز جهت انجام مراسم رسمی از مقامات را نموده است. لطفاً به تمام گروه ها جهت اطلاع از این خبر ارسال نمایید. میر حسین موسوی درگذشت، فوت که قطعی است. سایت خاتمی و هاشمی هم تسلیت گفتند. منابع فردای ایران، خبرگزاری رسمی و کانال فردای ایران. من این دوتا رو نگاه کردم، اصلا همچین خبری نبود آقای زرابی عزیز و فکر کنم این دروغ 13 به در بوده، به شما دیر رسیده و اشکالی هم نداره. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد ویدیوی خودشون رو ارسال کردن، براتون پخش میکنیم و بذارید من ببینم اگر بتونم این دوستمون رو به اصطلاح تماس بگیرم باهاش، ببینم چی میخواسته بگه. آیا این که شما زنگ میزنید صدای تلویزیون خودمون رو برای خودمون پخش میکنیم کار درستیه یا شما اشتباهن این کار رو انجام میدید و این کار غلطه؟ من نمیدونم، مثلا آقای اجلالی داشته صحبت میکرده شما زنگ میزنید، باز خودتون، من داشتم صحبت میکردم شما زنگ میزدید. ایشون از سوئد هم هست، آخ چقدر که من نامرتب شدم. ما یه چیزی بهش افتخار میکردیم که چقدر مرتب و منظم و چنین و چنان، این هم متاسفانه رفت و من نمیدونم حالا آخرین شماره‌ای که تماس گرفتم میشه توی این پیدا کنم. view my account، نه بابا اکانت هم میخوام چیکار کنم، پول داریم که زنگ بزنیم. من میخوام ببینم به چه کسایی دیروز زنگ زدم. یکی از اونها این آقا بوده. آهان، فکر کنم پیداش کردم. Sunday March 25th، امیدوارم که این درست باشه.
46. بله ببینیم اگر هستند ازشون عذرخواهی کنیم که ساعت رو دقت نکردیم. بعضی وقتا قاطی میکنیم، فکر کنیم اونا ساعت 6 ساعت از ما جلو هن، 6 ساعت از ما عقب هن. یه دفعه فکر کنیم بعد از ظهر، میبینیم نصف شب اونها هست. خب بذار ببینیم که این دوستمون هست نیست. نه 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 این ببخشید، این آقای شماره تلفن آقای فرهومند رو گرفتم و عجب دنیایی شده واقعا عجب. نه من یستدی، آها اینه 46. حالا خدا میدونه این یکی دیگه کی باشه. روزگار غریبی است نازنین. بله فعلا زنگ. آها همینطور منتظر خانم ماندانا هم هستیم و بهشون گفتم که زنگ بزنن، پیام بزنن، پیامشون پخش میکنم. و بعد یه موضوعی بوده که میخواستن تو برنامه باشه که به صورت The person you're calling cannot be reached at the moment, but you can send a short message to the person you are trying to reach with information that you called. Enter the phone number you want to send and press pound. If you make a mistake, press star and try again. Okay. نمیدونم چه جوری با این بفرمایید. 200 The short message cannot be sent. Thank you. اینم سیستمای این. در صورت این دوستمون نیستش. امیدوارم که صدای ما رو شنیده باشه و اگر زنگ میزنی دوست عزیز چیز نگم به اصطلاح میره رو پیامگیر، یعنی شما مثل من دیدید الان رفت رو پیامگیر، من منتظر بودم قشنگ خودم آماده کردم که شمارم رو بذارم، اسمم رو بگم، بگم برای چی زنگ میزنم، ولی شما گوشی رو گرفتی دسته بعد که زنگ میزنه کسی چی نمی کنه، همینجور صدای اون تلویزیونی میاد. این کار زشتیه، اینقدر کارهای زشت و زننده انجام میدیم، یه کار خوبم یاد بگیریم. خب They reported me again on Facebook, deactivated my profile. I have the other one too. بله یکی از دوستان این ریپورت کردن و اینها هم کار زشتی شده که اونم استفاده. آقا ما متخصص کارهای غلط شدیم. I have not tried them yet. بله خیلی ممنون. سه تا لنز ما خریده بودیم برای دوربین فیلمبرداری عکاسی، به یکی از دوستان گفتم اینها رو امتحان کردی؟ گفت یکیشو امتحان کردم، اون دو تای دیگر رو نه. اینا رو میدونی باید یه نفر امتحان کنه به شما بگه، اگه شما اشکالی داری ببینید این اشکال فقط از شماست یا اون هم هست. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای سهراب چمن آرا هستیم، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم و خیلی خوشم میاد آقای عقیلی پور همیشه میگن ما کهنه کهنسالان. نمیدونم چرا اینجوری تاکید میکنن، هم کهنه رو میگن هم کهنسالان. امیدوارم در برنامه پیام بعدی یا در برنامه بعدی باشیم. باز هم اعلام میکنم 66 تا برنامه از ایشون روی یوتیوب، روی آرشیو تلویزیون مردم هست، مجانی در هر ساعتی از شبان روز میتونید بشینید نگاه کنید. ولی اگر مایل هستید این ویدیوها رو دیگرانم ببینن، با یه مبلغ خیلی کمی، یه هزینه خیلی کمی، این رو ما میتونیم براتون انجام بدیم. تماس بگیرید، بهتون میگیم چند، چجوریه، روز چند بار میخواین، چند ساعت میخواین، درست میشه همه کارا و امیدواریم که همه به خوبی و خوشی. خب بریم سراغ فولدر امروز. یکی از دوستان نوشته که اسمش رو نمیگم، آقای محمد رضا، حالا اگه وقت خواستن برنامه گرفتن آمدن با یا مهمان کانون آوا بودن خودشون به خودشون معرفی میکنه. نوشتن سلام، مصاحبه زیبا و روشنگرانه شما را با علیرضا نصراللهی و حمیدرضا سلمانی دیدم، بسیار گویا و زیبا به نکاتی در رابطه با آل رجوی پرداخته بودید. میخواستم ببینم چطوری میتوانم با دوستان گروه یاران فرانسه و شما در ارتباط باشم. چرا که ده سال داخل فرقه بودم و به ایران رفتم، فکر میکنم از طریق ارتباط با شما علیه سازمان به افشاگری بپردازم. لطفاً کمک کنید. 6 ماه در انفرادی در اشرف زندان بودم. محمد رضا. آقای محمد رضا احتمالاً تا الان این دوستان با شما تماس گرفتن، چون من اون وظیفه امانتداری رو به اصطلاح به جا آوردم و این رو برای دوستان فرستادم
و اون دوستان هم به شما تماس خواهند گرفت. و اما یک دوستی نوشته که دوست ندیده و گرامی جناب سرهنگ عقیلی پور، با سلام، بسیار خوشحالم که از پارسال و از طریق پارسا با برنامه های شما آشنا شده و همواره با دقت و موشکافی اطلاعات ارزنده شما را میشنوم و لذت میبرم و هم افسوس میخورم. لذت از این بابت که با چنین دانش گسترده افرادی مثل من را آگاه میکنید که افسوس از این بابت که و افسوس از این بابت که اگر افرادی مانند شما که در وطن کم نبودن قبلا این آگاهی ها را میدادن، شاید وضع ما بهتر می بود. به هر حال آبی است که ریخته شده و شاید با راهنمایی های شما و تیمسار آریانپور و دیگران بشود مقداری از این آب ریخته شده را جمع آوری نمود. من برنامه شما را نه از روی وقت گذرانی و تفریح، بلکه با عشق و علاقه و جدیت نگاه کردم. هم اطلاعاتم زیاد شد، هم وقتم را به بتالت نگذراندم با آقای سربی صحبت کردم که با شما گفتگو داشته باشند. حتی اظهار نمودم که با کمال میل حاضرم هزینه چند برنامه شما را پرداخت نمایم. کاری که جناب عالی برای ملت و وطن کردید قابل قیاس نیست و اجرتان به هر کسی و هر چیزی که اعتقاد دارید. بنده در حد برادر کوچک شما، هم از لحاظ دانش و هم از لحاظ سن، متولد اول مهماه 1333 از عراق و بزرگ شده در خاک وسیع میهن میباشم. امیدوارم روزی برگردم، نه به خاطر دفن شدن در آنجا که به قول آقای سربی ایران به اندازه کافی گورستان دارد، بلکه شاید برای خدمت، هرچند کمی دیر است ولی بهتر از هیچ است. در خاتمه آرزوی موفقیت برای شما و خاندانتان را دارم و خواهانم. با احترام. بله، این رو پتیک دوست عزیزمون نوشته، گلندل کالیفرنیا، و ممنونم. همون که گفتم، لطف کنید اگر میخواین که آقای عقیلی پور برنامه های جدیدی رو بذارن در رابطه با این اتفاقات جدیدی که در دنیا میفته، با خودشون صحبت کنید. ایشون میدونن من همیشه گفتم خوشحال میشم که توی برنامه ایشون باشم، چون واقعا یاد میگیرم. ولی اگه میخواین اون برنامه های ضبط شده رو پخش کنیم، به من بگید که من میخوام هر یه برنامه یه هفته پخش بشه یا هر یه برنامه یه روز پخش بشه، اونم باز در خدمت شما خواهیم بود. طبق معمول خبر از شما، خدمت از ما. کاکو جان با سلام، اگر صلاح میدانید در برنامه بگویید اگر روزی روزگاری وضع میهن خوب شد و ما بازگشتیم، اولویت ها با داخلی ها خواهد بود، نه با ما. هیچی نشده، همه مسند وزارت ها را از حالا رزرو کردند. این رو شما درست میگی، ولی اگر ما روزی برگردیم، اونم موقعی که دیگه قبول کرده باشیم یه حکومت دموکرات در ایران آزاد هست، فکر نمی کنم هیچ کس بگه نه من برتر از تو هستم، بالاتر از تو هستم، من سینیاریتی بیشتر دارم. یا اینکه ملاک یه چیزی باید باشه که هممون اونو قبول میکنیم، مثلا میگیم این یکی که اینقدر سواد داره، این یکی که اینقدر تجربه داره، در صورت خوندم و امیدوارم اینجوری باشه. همون جوری که ما به اونایی که مثل آقای نوریزاد و آقای سازگارا و اینایی که در دستگاه خمینی و حکومت‌های ملا بودن میگیم شما که آمدید حالا دیگه ندوید برید اون جلو، همین پشتا وایسید. بله، شما از این لحاظم درست میگید. آقا اومدی رفتی خارج، ماها کشته دادیم، جنگ کردیم، خون نمیدونم بیچارگی اقتصادی و گرونی و اینها رو کشیدیم، اومدیم اینجا. دوستان راجع به گرونی بهتون بگم، به نظر شما ملت ما یه ملت پرتوقعی شده خوبه یا بده؟ یکی از دوستان دیروز به من میگه که آقا باورت میشه ایرانیه به من زنگ میزنه تو آمریکا، میگه آقا خوش به حال شما، شما که اونجا هر 5 سال ماشینتون رو نو میکنی، ما اینجا بعد از 5 سال تازه قسط ماشینمون تموم میشه. بعد این میگفت که من خودم رو دیوونه میکنم، بهش میگم والا بلا اینجام اینجوری نیست. گفتم آقا ولش کن، اتفاقا شما بهش بگو جدیدن به ما گفتن هر 3 سال ماشین کهنه تو بیار بذار یه ماشین نو بهت میدیم، بذار اونم خودشو به خاک و آتش و بدبختی و دربدری بزنه بیاد اینجا،
ببینه اون ماشین ایران که 5 سال قسط میداد مال خودش میشه، اینجا تا 30 سال هم باید تعمیرش کنی. بابا پسر من ماشینی که رانندگی میکنه 30 سال کهنه است. بله درسته دوست داره ماشین عتیقه باشه، ماشینی که من رانندگی میکنم 10 سال کهنه است، ماشینی که خانمم رانندگی میکنه 10 سال کهنه است. تازه خوشحالیم که قسطش تموم شده و کم شده، ما دیگه احتیاج نداریم. از اون وقت پول تعمیر و بیمه رو گرون میکنن و هر روز چی دارین میگین شما؟ ولی از طرفی میگیم خوبه بذار توقعشون بالا باشه. البته یه شعر داریم میگه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ولی همت با توقع، همت با مفت خواستن خیلی فرق میکنه. یه دوست دیگه 4 هفته رفته بود ایران، اونم دیروز تو همین مجلس که بودم دیدم، گو آقا به خدا خوبه خوش میگذرن اینا، همش هم نق میزنن. بهشون میگن بابا ما اینجا که کار میکنیم 50-60% درآمدمون رو میدیم مالیات. میگن مگه میشه؟ میگم خب آمریکا که مثل شما ما نمیگیم پول نفتمون چی شد، پس از کجا میارن این آسفالت و مدرسه و نمیدونم هر چیزی که میبینید، امکانات که میبینید. خب فکر کردید که آمریکا از کجا میاره؟ برید گوگل، این روزا که گوگل دم دستونه. دوستان عزیز ساعت 3 بعد از ظهر بذارید بریم سراغ آقای سهراب چمنارا و ببینیم که ایشون امروز برای من و شما چی دارن و چه خواهند گفت و چرا توی اون برنامه آمدن اون تلویزیون رو تبدیل کردن، به اصطلاح تشبیه کردن. نمیدونم خدایش انقدر بد بود که من خندم گرفته بود که آقا مثلا آقای نوری علا، این آقای نوری علا یه عمامه کم داره، ریشش رو هنوز نتراشیده که شاید یه روز این آخوندا یه فرصتی بهش بدن برگرده، یه عمامه کم داره و قبلا هم چیزای مذهبی رو خونده و بلد هست و اینها. آقای نوری علا رو شما تشبیه میکنید به کی؟ نمیدونم سهراب، رستم، حالا خودتون بیان. البته متاسفانه اسکایپ ایشون تماس رو برقرار نمی کنه. آقای چمنارا اگر برنامه رو می بینید لطف کنید شما از اون طرف تماس بگیرید و ببینیم که چه باید کرد. این رو هم ما دیکلاین کنیم. بله خب آقای چمنارا مجددن تماس بگیرم، بنویسم Hello, where are you? کجا هستید؟ یا are you there? هستید؟ بله. Alright. یه بار دیگه با آقای چمنارا. ایشون اون وسطای آمریکا هست و ما اینجا، آمریکا خیلی کشور بزرگی. من یه دفعه گفتم این ور آمریکا با اون ور آمریکا 6 ساعت اختلاف داره، طرف گفت آقا برو یکم جغرافی بخون 3 ساعت. گفتم شما برو بخون، شما هوایی رو انداختی تو سطل آشغال، اگه بری تو هوایی 6 ساعت اختلاف داره. آقای چمنارا سلام بر شما، خوشحالم که ارتباط برقرار شد. اجازه بدید تصویر شما رو هم من بدم به سیستمی که اینجا داریم. الان وقت آهان همینو من داشتم تعریف میکردم، گفتم ایشون چون اون ور آمریکاست 1 ساعت با ما اختلاف داره و من با وجودی که میخواین نه خوشم میاد که شما همیشه آماده هستید. اگه یکم سر دوربین رو پایین ببرید یا خودتون بالاتر بنشینید. اوکی سر پایین میارم پایین. بسیار عالی، بسیار عالی. عرض کنم بذارید کتم هم بپوشم چون بپوشید. بپوشید و تشریف بیارید. امیدواریم که دوربینتون سر پایین باشه ولی شما همیشه سر بلند باشید. خب بله داشتم توضیح میدادم که در آمریکا این قسمتی که ما هستیم تقریبا یعنی تقریبا که خب بالاتر هم بیشتر اونا شرقن، ولی ما شرق آمریکا هستیم، ساعتمون با ایران نزدیکتره. وقتی که شما میرید به وسط آمریکا 1 ساعت اونا از ما جوانترن، میری اون ورتر 2 ساعت جوانترن، میری اون ورتر 3 ساعت جوانترن، میری هوایی ماشاءالله اونها 6 ساعت از ما جوانتر هستن. اینه که بعضی وقتا در برنامه زنده که ما میخوایم با این دوستان تماس برقرار کنیم، متاسفانه این ساعات و اینها اشتباه پیش میاد و چقدر خوب شد حالا اون
عذر من که از دوستمون عذرخواهی کردم که دیروز دوبار من زنگ زدم صدای ایشون نمیومد، به اصطلاح عذرم موجه میشه که ما گاهی وقتی این زمان و اون تایم زون رو اشتباه میکنیم. آقای سهراب چمنارا، با درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید و بگید ببینیم که اوضاع و احوال چگونه است. شما در سال جدید مهمان ما نبودید هنوز، نه؟ من یه بار که خدمتتون رسیدم قبل از سال جدید بود یا بعد از سال؟ بگونم بعد از سال جدید بود. بله خب پس دیگه نمیشه از تون عیدی گرفت. ممنونم از شما اولا که خوشحالم دعوت ما رو قبول کردید و شما حتما میدونید دلیلی که من امروز ازتون خواستم اینجا باشید اون تشبیهی هست که شما در برنامه کردید و من اول چیزی نگفتم، صبر کردم دیگران هم به شما اعتراض کردن، اون وقت من هم به خودم اجازه دادم که بیام و بگم که آقا شما چرا این تشبیه رو کردید. به صورت خیلی خلاصه لطف کنید یه مقداری از اون تشبیه رو برای دوستان بگید و بعد منطق خودتون رو برای تشبیه کردن این دوستان یا اون رادیو اون تلویزیون به چیزایی که در نمیدونم فردوسی هست و زال و کوه و سیمرغ و اینا بفرمایید، من سراپا گوش. عرض کنم حضور انورتون که علت این تشبیه این بود که میخواستم به شما یه چیز اول گفته باشم و اون این که شاهنامه یک کتاب یونیورسال، در اصطلاح یونیورسال اینطوری گفته میشه که شما میتوانید اینه برای هر موضوعی تشبیه بکنید. یه عده‌ای خیلی، چون خب هر تلویزیونی هر رسانه یه سری موافق داره یه سری مخالف داره، من چون در اون تلویزیون صحبت می کردم این تشبیه کردم. هدف من این بود که، یعنی همیشه هدفم این بوده که آقا مشکل ما در ایران مشکل قانون اساسیه و تا زمانی که ما به قانون اساسی نرسیم اصلا تمام این فعالیت ها همش کشکه، به زبان لوری عرض میکنم کشکه، اصلا باید دورش، اینا فایده نداره. توی برنامه های شما من به این علت یه خورده تلویزیون مردم خوشم آمد این بود که شما یا آقای دکتر نصر احمدی برای یه مدت کوتاهی آمدن در مورد قانون اساسی صحبت کردن دیگه اصلا فراموش شد. هدف اول من، هدف آخر من قانون اساسی. تا زمانی که ما به قانون اساسی نرسیده باشیم تمام این فعالیت ها فقط سرگرم کننده است، یعنی یه عده بیان یه حرفایی بزنن، یه عده ازشون مخالفت بکنن، یه عده موافقت بکنن، نمیتونم با هم صحبت بکنن، سر هم دیگه رو گرم بکنن. من دوباره معتقد هستم به دو دلیل فنی، که میگم فنی به دو دلیل هرچی اسمشو میخواید بذارید، این رژیم تا سال 2020 عوض خواهد شد. وقتی که میگیم عوض خواهد شد نه اینکه یه دو سه هزار نفر که الان در رأس این رژیم هستن چمدانشون رو ببندن و حالا نیان برن توی لس‌آنجلس زندگی بکنن و ببلی هیل بخرن و نمیدونن خلاصه مهاجرت بکنن، بلکه قانون مملکت عوض بشه، قانون اساسی مملکت عوض بشه، چون اینها جایی برای رفتن ندارن. شما نگاه کنید در کنفرانس اسلامی همین چند روز پیش، کنفرانس اسلامی تمام کشورهای اسلامی اینا رو محکوم کردن، پس بنابراین اینها جاشان کرمه و ما هم هیچ دشمنی نداریم، ما اصلا نمیخوایم اینا رو نابود کنیم، یعنی اعتقاد من هست اگر ما فقط قانون اساسی عوض کنیم و به دو دلیل، به دلیل این که تهجر این رژیم باعث میشه که این رژیم اصلاح پذیر نیست و نکته دوم این که وقتی که یک جامعه اصلاح نشه مسلماً انقلاب میشه در بعد از 40 سال این رژیم انقلاب خواهد، انقلاب باید انقلاب قانون اساسی باشه، یعنی مردم
یا قانون اساسی در این مملکت عوض کنند، نه اینکه بگیرن فلانی اعدام بکنن. شما قانون اساسی عوض کنید توی این مملکت، یه قانون اساسی سکولار مردمی جایگزین این قانون اساسی بکنید، در اون صورت همین سپاه پاسداران که خیلی از افراد ازش انتقاد میکنن، همین بسیج، همین وزارت فرهنگ، همین مردمانی که اینها اصلا با همه ایرانی هستن، میبینید که رفتار و کردار همشون همون چیز ایدئالی خواهد بود که ما خواهیم بود. قانون اساسی هم همون چیزهاییست که واقعا در حقوق بشر هست، کشورهای پیشرفته همه جا قانون هست. حالا وقتی که شما به این معتقد شدید مشکل ما قانون اساسیه، نه نابود کردن یک عده به خصوص، در اون صورت متوجه خواهید شد با دلایلی که عرض کردم، اینها در سال 2020 قانون اساسی عوض میکنن به علت انقلابی که در ایران خواهد شد. خب آقای چمنارا، عذر میخوام، خودتون به من اجازه دادید که به اصطلاح به چالش بطلبم یا چالش کنم شما رو. این چیزی که شما میگید که درست تعریف اصلاح طلبیه، یعنی شما از اون بر میگید که تا 2020 اینها مجبور میشن به اصطلاح اون قانون اساسی رو بیارن، بعد باز میگید که حتی پاسدارا و اینایی که امروز دست به اسلحه هستن و با زور سرنیزه و تفنگ حکومت میکنن، اونها هم میشن تابع قانون اساسی. خب این که یعنی اینها اصلاح پذیر هستن و با اون گفته خودتون به اصطلاح تناقض داره. این نقطه اختلاف ما اینجاست. بفرمایید. وقتی ما میگیم قانون اساسی سکولار اصلاح پذیر، میگن نه، همین قانون اساسی برین به قانون جمهوری اسلامی بیاین رعایت بکنید. یعنی این که مثلا فرض نظارت استصوابی نباشه، نمیدونم اصلاح طلب ها بیان مجلس، که خب همزمان خاتمی هم آمد چیزی تغییر نکرد، 8 سال هم اینا در قدرت بودن، اصلاح طلب ها به اصطلاح. نه، قانون اساسی که ما میگیم یه قانون اساسی سکولاره، یه قانون اساسی است که دوباره در شما میرید میبینید که در unitediranian.com تازه من قانون اساسی ننوشتم، 8 ماده رو من فقط پیشنهاد کردم که مورد مخالفت خیلی ها قرار گرفت. آقا شما مگر قانون اساسی هده؟ شما مهندسی، حالا یه بار درادی تو کار شاهنامه رفتی، یه بار رفتی تو کار قانون اساسی. نگفتم آقا من پیشنهاد کردم. این بود که پای صحبت آقای دکتر نصر احمدی می نشستم که متاسفانه ایشان هم 8-9 برنامه با شما داشتن در مورد چیزی که صحبت نکردن، در حقیقت قانون اساسی بود. انقدر بحثا منحرف شد. در مملکتی که قانون اساسی سکولار اجرا بشه و اونها دنبال قانون اساسی سکولار باشن، اصلا و ابدا این چیزی که نیست. مثل کجا؟ مثل کجا؟ هر کشور پیشرفته دنیا رو شما از انگلستان و اروپا بگیرید تا آمریکا و کانادا و نمیدونم اینا، سکولار هستن. یعنی اینها ممالکی هستن که دین از حکومت جدا کردن. این اصل اوله. خب اجازه بدید یکی یک. من و شما تو آمریکا هستیم، اگر دین از حکومت جداست، میشه شما به من بگید که چرا روز اول قسم باید بخورن به انجیل؟ حتی اون مسلمانی که قرار شد بره توی مجلس یکم مشکل داشت که آقا من دینم اینه، میخوام قسم بخورم به قرآن. بعدم به من بگید چرا بالای سوپریم کورت موسا و ده فرمان و اینها هست؟ اینها به خاطر این که ببینید، دوباره شما منو میبرید توی یک چیز فلسفی که اصولا بنیانگذاران هر ادیان فقط هدفشون این بوده که بیان مردم برای خوبی و نیکی و عدالت دعوت بکنن، و اینهایی که قسم میخورن اینها سکولار هستن، منتها خب چون مسیحی متولد شدن به انجیل سوگند میخورن. اگر مسلمان متولد شده باشن و به قرآن متولد معتقد باشن، به قرآن قسم میخورن. اگر یهودی باشن به تورات قسم میخورن که همون انجیل اولد تستمنته. به هر حال این مسئله جداگانه است. اینها دین در آمریکا هست. به همین دلیل هست که ما در نطق بزرگ کندی گوش بدید،
اون با وجودی که یک کاتولیک بود آمده بود توی مملکتی که اکثریتش پروتستانه و مردم نگران بودن که آقا این ممکنه کاتولیک بود. آقا من اصلا هدف از اولم فقط جدایی چرچ از گاورمنت. متوجه هستید در آمریکا شما حالا ممکنه خیلی ها به خاطر اینکه بیان توی مثلا مثل آقای همین تد کروز پی حرف از دین و اینها بزنن به خاطر که او خب نقشش تی پارتی کاملا مشخصه، ولی اینجا دین از چیز به خاطر اینکه شما یادتان مگر نیست یک بابای حدود 10-15 سال پیش میخواست 10 فرمان توی پارک بذاره توی جلوی دفتر آفیس گاورمنت هم بود نزداشه، بعد مردم مخالفت کردن گفتن هم چیزی نیست، به خاطر که کافیست که گفتن در محلی که متعلق به دولته شما نمیتوانید چیز 10 فرمانه بذارید اونجا. در از مثل اینجا بله. درسته خب بله خب ببینید آقای چمنارا شما انگلستان و کانادا رو مثال زدید. انگلستان الان اون ماجرای به اصطلاح کاغذهای پاناما، اون نخست وزیرش یا اون آقای دیوید کامرون چی اسمش اونو پولش و اینها، و ایشون هم خیلی پررو آمد تو تلویزیون نگاه کرد گفت من اونجا هیچ پول اینها ندارم، که بعد چند ساعت بعدش گفتن برای که داشته. نه 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 دروغ گفته، فروخته بوده اونها رو گفته. حالا اینو میخوام بهتون بگم، این یکی. کانادا تا همین چند ماه پیش اون نخست وزیری که داشت یکی از هاردلاین ترین ها بود که خوشحالم به همین دلیل هم موفق نشد و این آقای جوان آمده و امیدواریم که کارساز باشه. ولی باز من میام روی اون کتاب شاهنامه شما و اون تشبیهی که شما کردید. الان باز امروز یه چیزی گفته که اون سوال من رو جدید کرد. تفاوت خودتون رو که فکر میکنید این کتاب شاهنامه یه کتاب یونیورسال هست، با تفاوت یه حزب اللهی که فکر میکنه قرآن یه کتابیه که تمام چیزها رو کاور میکنه، از میگی برق میگی برو نگاه کن نمیدونم رعد و برق تو آسمان زد از تمام نیروگاهی که چمنارا میسازه قوی تر، میگی آب میگی برو نگاه کن ببین چگونه آب از زمین رفت بالا فلان بیسار. شما وقتی میگید این کتاب یونیورساله، یعنی فردا اگه من یه مشکلی تو زندگی شخصی من پیدا کردم شما یه دونه شاهنامه میخوای به من بدی بگی برو این مشکلت رو حل میکنه. چه تفاوتی دارید با اون دوستی که اونجوری فکر میکنه که یک کتاب جوابگوی تمام مشکلات ماست؟ نه عرض کنم که من نگفتم که شما اگر مشکلی در زندگیتون پیدا شد شاهنامه بخونید، گفتم شاهنامه رو بخونید. و البته الان ما داریم یواش یواش منحرف میشیم از حرف ما. من میخواستم اول یک اساسی رو برای شما توضیح بدم و بعد بریم روی اون تشبیهی که کردم. ما گفتیم که قانون اساسی سکولار راه نجات ایرانه و ایران در سال 2020 به علت دلایلی که در کتاب نوشتم و اون این که تهجر این رژیم باعث میشه اصلاح پذیر نیست، این رژیم اصلاح پذیر نیست، اینه چند بار بسید شما، بنابراین حرفی که این گروه اصلاحات میزنن با اصلاح بشون خودشونه میگن ما میخواییم اصلاح بکنیم، نه اصلاح پذیر نیست، به خاطر اینکه شما برید بگید آقا آیا روزی میرسه که یک خانمی به اصلاح روسریشو تا اینجا ببره؟ سلامن نه، اینا حرفای زیرو تالرنس این هاست که اینا اصلا از این نمیتوانن برگردن. شما آیا موسیقی میشوان آزاد باشه؟ نه. بنابراین به علت اینکه این رژیم اصلاح پذیر نیست بنابراین انقلاب رو خواهد داد. هدف من از تمام این کارهایی که کردم، چون من یه مهندس هستم همونطور که شما میدونید، من نویسندم نه ادیبم نه نمیدونم شاعرم، آمدم چون به این اعتقاد دارم که این رژیم به این دلایل در سال 2020 منقلب خواهد شد، باید ما اجتماع را آماده بکنیم برای اون زمانی که این رژیم میخواد منقلب بشه، که در اون صورت مثل سال 57 نشه وقتی که مملکت جوشید به خاطر اینکه خلأ اونجا بود، خب کسی نبود،
خب برگردیم به موضوعمون و منحرف نشیم. آماده کردن جامعه برای 2020 اینه که شما بیان توی تلویزیونی از گویندش، از صاحبش تعریف کنید تا برنامه گذارش و اینها رو به زال و سیمرغ و سوخ. اتفاقا الان آقای سربی بین من و آقای بهبهانی یک خورده شکراب هست. بله فقط از نظر اطلاع عمومی شما هست، ولی برای من اصلا مهم نیست. متوجه هستی؟ الان من اصلا مهم نیستم. بله. من دارم یک عقیده رو بیان میکنم، اصلا که حالا من با شما موافق باشم نباشم اصلا مهم نیست. ما اینجا داریم صحبت میکنیم در مورد این که اجتماع باید آماده بشه، و برای اینکه اجتماع آماده بشه دو مسئله رو ما باید ملکه ذهن مردم ایران بکنیم. یکی اینکه هویتشون، چیزی که این رژیم در 37 سال گذشته 8 سال گذشته داشته این هویت از بین میبرده. روز اول انقلاب تو حد بود، یک ماه بعد از انقلاب آقای خلخالی بلند شد رفت بولدوزر برد که تخت جمشید با خاک یکسان بکنه، همین کاری که داعش کرده اینجا. یادتان نیست؟ شما اهل شیرازید، باید اینا نمیدونم اون موقع ایران بودید یا نه، که بعد خدا پدر بیامرزه اون استاندار اسمش هم یادم بود، آقای امینی بودن پدر بله بله بنده شیراز بودم، اهالی مردشت و تخت جمشید رفتن اونجا جلو ایشون رو گرفتن، ولی به همت آقای ناز بله خداوند روحش غریق رحمت کنه. این خب یعنی این که ما داعش اون موقع داشتیم، این حرف ویدیویست که همین الان من توی فیسبوکم گذاشتم، شما گذاشتید. بنابراین این هویت الان شما میاد از کرمانشاه میرفتید تهران در کنگاور معبد آناهیتا بود اونجا، حالا شما میدونید که یه امامزاده روش گذاشتن. خب اینها فقط به خاطر اینکه اینا هویت زدایی کردن همه چیز از بین بردن. تنها حربه‌ای که ما میتوانیم این هویت دوباره رو در ایران زنده بکنیم اینه که افراد بیان این شاهنامه رو بخوام بگن تاریخ شما چی بوده، اون اجدادتان چه بدبختی سرتان آمده، تمام اینها همش توی شاهنامه است. حالا شما نگران این نیستید که باعث نژاد پرستی بشه؟ نه اصلا و ابدا، چون شاهنامه تنها کتابی است که شما اگر بخوانیدش میفهمید که تنها کتابی است که اصلا نژاد پرستی توش نیست. کتابی است متعلق به همه. این بعد آخرین صحبت هم که داشتم اتفاقا یه نفر دوباره همین سوال کرد که آقا این کتابی آقا کتاب بله شما میخوانید همش میبینید به حرف از بزرگی و نمیدونم میشه، در حالی که داستان زندگی ما چطور بلند بودیم، چطور پایین شدیم، چطور شکست خوردیم، چطور مبارزه کردیم، چطور دوباره سر برآوردیم، که نهایتاً تمام چیزها در انتهای شاهنامه در قادسیه به پایان میرسه، که اینها همه درسایی است که باید از شاهنامه ما بگیریم. بنابراین این هویت بگیری اصلا و ابدا چیز نجات پرستی توش نیست. درست یادمه یه موقع آقای مشیری برنامه داشت، یه آقای از افغانستان تلفن بهش کرد گفت آقا این نیمروز کجاست؟ یا بعد خب آقای مشیری گفت خب توی افغانستان هم، کابل کجاست؟ بعد آقای مشیری متوجه نشد که این بابا میخواد چی بگه، ناراحت شد و تلفن رو قطع کرد، ولی میخواست طرف بگه که آقا رستم پادشاه نیمروز بوده، نمیدونم زال و نمیدونم اینها همه اهل کابل بودن، سهراب و تولد کابل بوده، یعنی تمام این افغانستان اصلا شاهنامه اونجاست اگر شما بخواید حساب چه بکنید. و حالا میبینید که آقا ایرانی خودشه مثلا از افغان جدا میده، در حالی که اینها اگر شما شاهنامه رو بخونید احساسی که نسبت به این همسایگان خودتان دارید اصلا از بین میره. آقای چمنارا باز که این درست تایید حرف منه، هنوز تازه به جای نرسیده شاهنامه، اختلاف پیش آمده، افغانیه میگه مال ماست، مثل همون ماجرای رومی که ترکا میگن مال ماست، ما میگیم مال ماست. اگر روزی برسه و یک کسی بگه بله ما از امروز میخوایم شاهنامه رو بذاریم ملاک، خب اون وقت که همون اول کار تازه جنگ شروع میشه. ما حرفی نداریم. الان تاجیک ها میگن اصلا شاهنامه مال ماست. تجلیلی که تاجیک ها آقای رحمان از شاهنامه میکنه اصلا باور نکردنیه. تمام اسامی عوض کرده، تمام اصلا تاجیکستان میگه آقا محل تمام
بذارید باشه، ما همینه دارم میگم، میگم یونیورساله، بخواد که هر کسی میتونه ادعا کنه که آقا این شاهنامه مال منه. باشه، بذار تاجیک بگه آقا شاهنامه مال منه، افغان بگه مال منه، مردم تهران و شیراز و نمیدونم آذربایجان بگن آقا این شاهنامه مال منه. اینها همون چیزیست که من میخوام همین الان عرض کنم خدمتتون. اینها آمدن که هم هویت ما ایرانیات یک پهنه است، از قرقیزستان بگیری تا مدیترانه اینا از بین بردن. بنابراین ما اگر که بتوانیم هویت ایرانی برگردانیم به توی ملت ایران، این چیز اول. موضوع دوم بازنگری در دین اسلام، بازنگری و در قرآن. به همین دلیل هم هست که یکی دیگه از کارهایی که من کردم قرآن راستینه. به همین دلیل هم هست که من بارها از شما خواهش کردم که حالا که شما با آقای آقاسی که یک به اصطلاح اسلام شناس هستن و توی دار و دسته سروش و نمیدونم آقای نصر اسمان هستن، بیان اصلا طرف دسته چپ شما بشینن، دسته راست شما بشینن، من طرف چپ شما بشینم، با هم در مورد قرآن صحبت کنیم. اگر قرآن دوباره بازنگری بشه، شما متوجه میشید که تمام این کارهایی که اینها دارن میکنن اصلا قرآنی نیست. اینه من دارم به شما میگم. برای این کارم کتاب من هست، میتونید مجانی دانلودش بکنید، نمونهش هم خدمت شما فرستادم، 40 صفحه است، بخونید که داستان قرآن بیاد دست و متوجه میشید که آقا قرآن یک کتاب بسیار خوب بود. اصلا این کارهای داعش و اینها که میکنه، این داعش خودمان، اینها اصلا کار قرآنی نیست. این حال اگر شما قرآن راستین، اون قرآنی که تا 13 سال بعد از ولادت حضرت محمد در دست مردم بود بر اساس اون کار میکردن، نه در زمان عمر و اینا که بعد عثمان همه رو به هم ریخت، این بر اساس اون کار بکنین، اصلا مسئله حل میشه. و این قرآن اگر شما وقتم نمی کنید مثل شاهنامه خلاصش کردم 300 صفحه، لاغر اون 40 صفحه اولش بخونید، بعد اون 40 صفحه اول ما این قرآن، گفتم به شرکت کتاب آقای هر موقع آقای آقاسی در لس‌آنجلس آمد اونجا، از این قرآن مجانی بگی آقا این چمنها را اینه به شما داده، به شما گفتم آقا اینه به آقای آقاسی بده، بگو آقا نظرت رو این قرآن بده، بگو آقا این قرآن بلاستمیه یا نیست، کار خوبیه کار غلطی. این دو موضوع، این دو موضوع من میخوام ملکه ذهن ایران بکنم که در سال 2020 که این رژیم میخواد یه قانون اساسی داشته باشه، اگر دیدگاه ملت بر اساس بازنگری به اسلام و هویت شناسی خود ایرانی باشه که این دوتا تولز ما هستن، وسیله ما هستن، یعنی قرآن راستین و شاهنامه، این دوتا اگر بتوانه در بین ملت ایران توسعه پیدا بکنه، بخوانند تحلیلش بکنن، اون موقع افکار آماده میشه برای قانون اساسی سکولار. اون چیزیست که من دارم میگم. حالا اینه، متوجه شدی؟ حالا چرا من رفتم گفتم داستان رستم و اسفندیار؟ تا اینجاش سوالی دارید؟ تا اینکه من حالا وارد مسئله با تلویزیون میهن بشم. بفرمایید. سوالی ندارم. ما اتفاقا دو برابر اون چیزی که به شما اعتراض شد، به خود من هم به صورت ایمیل، هم تو فیسبوک، هم تو یوتیوب به من اعتراض شد که آقا نمیدونم تو چرا اینطوری کرد. گفتم آقا این داستان، اول بده داستان رستم و اسفندیار خدمتتون بگم. گشتاس پدر اسفندیار نمیخواد سلطنت به اسفندیار بده، اسفندیار هم یه شاهزاده خیلی محبوب ایرانی هست و گشتاس هم با یک فکر بدی که داره، چون رمل و اسطولاب انداختند و فهمیدن که آقا اسفندیار فقط به دست رستم کشته میشه، بنابراین اینه مأمور میکنه که بره اسفندیار بیاره، رستم از نیمروز بیاره دست بسته خدمت گشتاس. خب ببینید، شما اگر شاهنامه رو خواندی، بزرگواری های رستم، این یه توهینه. پهلوانی که تمام اصلا ایران وجود خودش مدیون رستمه، یا دست میبنده ما. حالا داستانا بماند و اینها، بالاخره هرچی رستم میخواد برید بگه آقا تو نور چشم من هستی، من باشه با تو میام، ولی ولی دست من نبند، با هم میریم خدمت گشتاس. این میگه نه، چون من
بهم دستور داده شده که دست تو ببندم. این یعنی چی؟ یعنی این که یک شاهزاده ایرانی به علت این که دوگماتیزم داره، دوگماتیزم اینجا معنیش همین طالبانیزمه، یا این که شما معتقد میشید که آقا هر حرفی که ولی فقیه بزنه همون هر حرف همون، نمیه براخره با هم جنگ میکنن و هرچه رستم تیر میندازه به اسفندیار فایده ای نداره، خودش زخمی میشه، بالاخره زال میاد به کمکش، میگه بذار من این از سیمرغ بپرسم که آقا موضوع چیه. وقتی که میره سیمرغ صدا میکنن، سیمرغ بهش میگه آقا رستم من تو خبر نداری، این رو این تنه، یعنی که تیر بهش کارگر نیست، تو هرچه تیر بندازی منتها این بیا اول میبرتش و حالش جمعیه، چون رستم زخمی بوده، رخت زخمی بوده اینا. بعد بهش میگه که تو باید از یک درخت گزی یک تیر درست بکنی و این تیر فقط و فقط میتوانی به چشمش بزنی، اگر به چشمش بزنی این نابود میشه، در غیر این صورت و هر جای دیگهش بخوره عیب نداره، ولی دوباره قبل از این که تیره به چشمش بزنی دوباره ازش معذرت خواهی. خب این چه فرقی داره با اون داستان پاشنه آشیل؟ آفرین، همونه، اونام از داستانهای قدیم ایران کپی کردن. پاشنه آشیل همین چشم اسفندیاره، منتها در اسطوره های ما چشم اسفندیاره، در اسطوره یونانی پاشنه آشیله. حالا بعدش جنگ روز بعدش میشه، اسفندیار تعجب کنه میگه آقا تو که دیروز زخمی بودی دوباره جادو کردی و اینها، بعد این دوباره شروع میکنه ازش معذرت خواهی که آقا من با تو میام، تو بیا کوتاه، بیا دعوا نکنیم، تو به اصطلاح شاهزاده ایرانی هستی، من اصلا سلطنت تو میدونم، همه چیز ایران مدیون منه، من این کار رو کردم. نه، من دستور همون دستور ولی فقیه، ولی فقیه به من گفته نمیدونم روسریت باید تا اینجا باشه، روسرت پیدا نشه، آهنگ گوش ندی، نماینده های مجلس این باشه، این همینه، دستور همینه، غیر این من هیچیه با تو حرفی ندارم. خلاصه رستم هم تیر به کمان میکشه و میزنه به چشمش، و بعد وقتی که اسفندیار از اسب میفته، پسرش بهمنه که صدا میکنه میگه که من به تو میگم که رستم در اینجا هیچ تقصیری نداره، این پدر من بود که این کار کرد، پدر من منه کشت، من شما اینه از چشم رستم نبینید، و رستم اینه که بعد. حالا بهمنم کیه؟ بهمنم کسی بوده که رستم بزرگش کرده، پسره تقریبا مثل پسر خواندش، مثل سیاوش، اینه بزرگش کرده، تربیتش کرده. به هر حال خلاصه داستان به این شکل ختم میشه. حالا من اینجا وقتی که در تلویزیون میهن بودم گفتم آقا اینجا شما، چون یکی از پیشگامان سکولاریزم مثل آقای دکتر نصر احمدی که الان در مورد قانون اساسی ایشان به اصطلاح سرآمد همه هستن و در مورد قانون اساسی صحبت میکنند و کتابشان در مورد قانون اساسی، یعنی قانون اساسی نوشته، آقای نوری علا هم در مورد سکولاریزم به اصطلاح شهرت بین ما ایرانی ها دارن. حالا من به سوابق آقای نوری علا اصلا کاری ندارم، ایشان وقتی که میگن اسمش با سکولاریزم با چیز مترادفه، اتفاقا حالا فقط جهت اطلاعی شما میگم، من با آقای نوری علا حدود 3-4 سال پیش دوباره یه استکاکی داشتم که ایشان، البته من چون اون موقع کسی من نمیشناختم، برای اولین بار بودم، آنچنان به من تاختن و صحبت کردن که اصلا واقعا همه انتظار داشتن که من اصلا دیگه اسمی از ایشان نرم، در حالی که من یکی از ارادتمندان ایشان بخواد ایشان در باره سکولاریسم صحبت میشه. شما با آقای صدرالاشرافی هم اختلافاتی دارید؟ نه داشتم، بله، من الان آقای صدرالاشرافی استاد من، پای صحبتای همه صحبتاش میگه باشون اختلاف دارم. خب آقای چمنارا، چون دوستان یک ساعته در مورد انتقادات من گفتن که من ساکت شدم، من حرفی ندادم. حالا اجازه بدید من همین خواستم اینجا رو تمام بکنم، بعد بریم صحبتای دیگه رو بکنیم. من اومدم با آقای گفتم آقا ببینید داستان رستم و اسفندیار، چون آقای
سعید بهبهانی روزهای دوشنبه کتاب من خریده با کمال معذرت. الان اگر تلویزیون میهن بود مثل چیز میپرید بالا و پایین که چرا اسم اونا رو میاره، ولی من اینجا هیچ مسئله ندارم. خود شما شاهدید من هیچ وقت بله با شما علت که با هم رفیق شدیم، هرچند این هم به من در مورد شاهنامه بد گفتید، ولی من اصلا با شما رفیق هستم به طور کلی. ممنونم، عرض کردم اون روز. حالا ما آمدیم گفتیم آقا شما این داستان رستم اسفندیار الان دارین داستان رستم اسفندیار رو میخوانید، یک تشابهی اینجا شما نگاه کنید. شما فرض کنید که آقای نوری علا رستمه، اوگشتاش پدر چیز که همون ولایت فقیه آمده به اسفندیار که این اصلاح طلب ها هستن گفته آقا بری الان دبرد بین سکولاریزم و اسفندیار اینا که الان رژیم عوض کنن، و رستم اینا میگه نه، قانون همین قانون شریعتی است که ما داریم، حالا هر چه تیر بهش میزنه اینجا فایده نداره. شما این دعواتونه آقای نوری علا الان 30 سال شدین توی سکولاریسم فعالیت میکنی، 30 سال دیگه هم بیایید در مورد خوبی های سکولاریسم صحبت کنید، نمیدونم در حالی که سکولاریسم جمشید اصلا تو یک دور شاهنامه رو بخونید خیلی قبل از 6000 سال پیش آمد گفت آخوندار کاتوزیان ازن از مردم جدایشان کرد بردشان کوه، گفت آقا شما برید تو کوه فقط اونجا دعا و نماز تونه بخونید، کاری با مردم نداشته باشین. سکولاریسم یعنی اون سکولاریسمی که جمشید بنا کرد. حالا شما میگید هی تیر به این میزه فایده نداره، آخر الامر میایید زال که مثلا تلویزیون میهن باشه میاد کمک میخواد از زال که تلویزیون میاد از سیمرغ که خرد جامعه است، یعنی کارهایی که شماها میکنید، چه بسا شما آقای بهبهانی آقایان دیگر آقای همایون اسم میخوام ببرم که همه جانه این شما کارهای رسانه‌ای میکنید، این مردم رو میخواید روشنگری کنید، مردم به راه به نیکی و عدالت دعوت کنید، برای شما که اسمتون اپوزیسیون نیست، اینه میبردش اونجا. بعد زال که خرد جامعه هست بهش میگه، سیمرغ که خرد جامعه هست بهش میگه، چون تمام داستانهای شاهنامه یک همچین چیزهای پشتش هست، خرد فهم جامعه هست، بهش میگه آقا این فایده نداره، قانون شریعت اینا همه چیش میشونه و تو باید اون نشانه بری و اون قانون اساسی سکولاری که شما میخواید همون تیر گزی است که رستم میتونه بزنه به چشم اسفندیار و مسئلت حل بشه، که این کار میکنه موفق بشه. حالا آقایان خیلی ها به من ایراد گرفتن که آقا تو این نور علا رو تو نمیشناسی، من کاری ندارم که آقا سابقش چی بوده، کانون نویسندگان بوده یا نمیدونم رفیق آقای شاملو بوده یا کاری ندارم، من دارم تشبیه میکنم که به یک نتیجه نهایی برسم. حالا آقای تلویزیون مردم، آقای شما ناراحتید، حالا من اینجا تشبیه دیگه میکنم، رستم فرض کنید که آقای سرب، آقا دستم به دامنه، قبل اجازه بدید آقای چمنارا، دوستان از نروژ و از اروپا دارن تماس میگیرن. آقای تودهیان به من ایراد گرفتن، آقای سلطنت طلبان، گفتم آقا ازم فرض کنید که آقا رستم شاهزاده است، آقای شاهزاده میاد با این اصلاح طلبا میخواد مسئله رو حل کنه، مسئله رو حل نمیتوانه بکنه، بنابراین میره به خرد جامعه، نتیجتاً هر چیزی شما میتونید جاش عوض کنید با اون چیز دلخواه خودتان، اون چیزی که مهمه اون نتیجه گیری آخرشه که من کردم، یعنی که دعوا بین قانون اساسیه، یعنی دعوا بین اینه که شما چطوری میتوانید از شر این قانون شریعت راهی پیدا کنید. اگر شما از شر قانون شریعت راهایی پیدا کنید مسئلتان حله، دیگه لازم نیست که کسی بکشید، نمیتونم کسی اعدام بکنید، چون تمام این DNA جامعه اون قانون اساسی است که بر اون جامعه حکومت میکنه. حالا هدف من این بود. حالا از شما میخوام، البته شما به من اجازه ندادید که من شما را بذارم جای رستم تلویزیون مردم را بکنم زال. نه اجازه بدید، فقط من چون الان 4 تا
ایمیل فرستادن دوستان. یه دوستمون به نام پیام میگه که به آقای چمنارا بگید که داستان پاشنه آشیل و یونانیا قدیمی تر از به اصطلاح فردوسی هست و شاهنامه. بعد ایشون میگه که بفرمایید، ایشون میگه که اگر شما شاهنامه رو کتاب یونیورسال میدونید، ماجرای توهین به نژاد ترک و نفرت از ترک ها در بسیاری از بیت های شاهنامه از جمله سخن بس کن از هرمز ترکزاد که اندر زمانه مباد این نژاد. بعد اضافه کردن اونجایی که فردوسی میگه زن و اژدها هر دو در خاک به یا در خاک نه، خب این که هنوز نیومده، زن با زنا مشکل داره، با ترکا مشکل داره. بعد اینا رو چجوری شما میخواین به قول معروف حل و فصل کنید؟ یا چرا اصلا برگردیم به داستان متوسل بشیم به جای اینکه وقتی شما خودت اینا رو من دارم اضافه میکنم، وقتی که خودتون میگید ما هدفمون اون آخر کار هست، یعنی شما اگر یه فرمول برق چون رشته شما هست میخواین بنویسید، یادم هم رفته چی بود دیگه، W مینوشتیم با I to R یا یه چیزی اینجوری بود، U I یا V موسیش با R I، بله یا این بود یا اون به توان دو در اون اگه موسیش MC دو، بله بله. اگه بخواین این رو شما ببرید تو داستان و اینها، اصلا اون دانش آموز دانشجو گم میشه، کلافه میشه. چرا قشنگ اصل ماجرا رو نمیان بگید؟ چرا برای خودتون مشکل درست میکنید که از همین حالا اون دوست افغانیمون توی شهرهای مختلف بخواد دنبال رستم دستان بگرده که اصلا وجود خارجی نداشته؟ و واقعا میگم دلیلی که من گفتم منو مقایسه نکنید با رستم، برای ببخشید من اینو میگم چون میدونید شما من خیلی رک هستم، برای یک انسانی در قرن 21 باید شرم باشه که بگه من رستمم، بچه خودم رو کشتم، خبر نداشتم. امروز ممکن این اتفاق بیفته، از هر پنجاه مرد انگلیسی میگن یکیشون داره بچه دیگری رو بزرگ میکنه به خاطر اشتباهات بیمارستان. ولی در زمان رستم و سهراب، در حالا هزار سال پیش یا هر وقت که فردوسی اون زمان رو تصور کرده، اینجوری نبوده که یه نفر خانه و زندگیش ول کنه و بره و بیاد اصلا خبر نداشته باشه، بعد بچه خودش رو بکشه، بعدم یه دفعه تو با کسی که نیم ساعت پیش داری میجنگی حالا دنبال نوش دارو باشی، اصلا مشکل ایجاد میکنه. این دوستان و من از شما سوال میکنیم، شما که اینقدر وقت گذاشتی، شما که معمولا رشته های برق و ریاضی و فیزیک و اینها خیلی چیزای حقیقیه، یعنی شما با فرمول و با آزمایش اینها سر کاره، چرا وقتتون رو به داستان میگذرونید به جای اینکه به لب مطلب یا get to the point به اصطلاح وقتتون رو تلف کنید؟ آقا جان من که لپ مطلب گفتم، نتیجه میخوام به اون نتیجه برسم که لپ مطلب اینه که این رژیم در سال 2020 عوض خواهد شد و باید جامعه آماده بشه برای قانون اساسی سکولار، و جامعه هم آماده نمیشه مگر اینکه قرآن راستین قرآنش بکنه و شاهنامه بخونه که با خوبیتش برسه. نگاه کنید، شما یکی از بینندگان شما یه موضوع مطرح کرد که اصلا موضوع سوال فراموش شد. اول چیزی که ایشان سوال کرده بود، ببینید شما نمیخواید یکی یکی من جواب بدم، موضوع عوض میکنید که اون شنونده شما هم بیننده شما هم ناراحت بشه که آقا چرا جواب من ندارد. اول این که آقا داستان هومر در زمان یونان نوشته شده، فردوسی مثلا هزار سال پیش، بنابراین داستان هومر 1500 سال قبل از فردوسی. فرمایش شما درسته، ولی فردوسی شاهنامه‌شه از روی اسطوره‌ها و داستان‌های قدیمی ایران، یعنی قبل از این. نگاه کنید فردوسی که نیامده هزار سال پیش شروع بکنه بشینه اونجا داستان می‌سه، ایشان چندین سال سفر کرده، این نامه‌های پراکنده، داستان‌های پراکنده، شاهنامه ابومنصوری، کارهایی که سامانیان کردن، اینها رو جمع‌آوری، چون وقتی اعراب به ایران حمله کردن اینها رو همه از بین بردن، اینها رو جمع‌آوری کرده و اون داستان‌های قدیمی به همین دلیل رفته روی 7000 سال پیش، 10000 سال پیش، این اسطوره‌ها رو از اون موقع جمع کرده. یعنی اینکه دهقانان ما، اون مردم با فرهنگ ایرانی،
هزاران سال شاید قبل از یونانی ها این داستان ها رو بین خودشان میگفتن. به همین دلیل این اسطوره های ایرانیه. وقتی که شاهنامه حرف از خیلی قدیم میزنه، یعنی خیلی قدیم، وقتی که میگه ما چطور نوروز برامون پیدا شد، حرف از جمشید میزنه. شما من فهمید جمشید مال چه سالی؟ مال 3500 ساله؟ مال 7000 ساله؟ مال 10000 ساله؟ حالا دنبال اونم نمیخوام برم که الان دارن نشنال جیوگرافیک سال گذشته یک کشفی در منطقه کردستان ترکیه کرد و یک آثاری از کردهای اون موقع، حالا نمیدونم کردم نبودن هرچی اسم میشه، میخوام مردمان اون موقع فعلا در کردستان ترکیه از آثاری بده مربوط به 10000 سال پیش، که نمادهای زرتشت و نمیدونم این جشنهای ما همش توی اونها بوده و ویدیوش هم من گذاشتم توی فیسبوک هم هست. در جواب سوال اولی که شنونده شما کردن و گفتن یونانی ها قدیمی تر، حالا ما کاری نداریم مثلا فرق یونانی ها قدیمی تر باشه، ولی ما استنباط من اینه که ما این اسطوره ها من 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال، 10000 سال قبل از یونانی ها اصلا توی این منطقه، که منطقه هم که من وقتی که حرف از ایران بزرگ میزنم یکی از ساحل چین بگیر تا مدیترانه، اینجاها بوده، جمشید بوده، کیومرث و هرچه اینا همه و شخصیت های اسطوره‌ای هست، واقعی نیستن. سوال دومشان در مورد زن که فلانی زن کشته. آقا جان شما شاهنامه رو بخونید از اول تا آخرش در بود بزرگ داشت زن، از زن همسر سیاوش بگیرید، فرنگیس. یعنی شما میگید این شعر مال شاهنامه نیست؟ نه چرا، اجازه بدید. یک بار در فردوس در شاهنامه سودابه دختر پادشاه هاماوران که همین یمن خود ما هست با کیکاووس به اصطلاح عاشق و معشوق میشن و به اصطلاح میاد، بعد سودابه عاشق سیاوش میشه. همین داستان چهارشنبه سوری ما همین داستان سیاوشه که از میان آتش به خاطر اینکه از میان آتش رد میشه و بیگناه بوده بنابراین آتش نمیسوزنده، این چهارشنبه سوری از اینجا آمده، این رد میشه و بعد فرار میکنه میره به طرف اجداد خودش، میره به طرف توران، یعنی همین ترکا که افراسیاب و اینا تو کردن، میره سیاوش کیخسرو متولد اونجا میشه از مادر تورانی. ببین اینها همش نتیجه اینه که آقا ما همه با هم فامیل هستیم، منتها یکی بدقلقه یکی خوشقلقه. آقای چمنارا عذر میخوام، وقتی که این اتفاقات سر کیخسرو میاد، سر سیاوش میاد، رستم عصبانی میشه و میاد حتی سودابره میکشه، میکشتش سودابره. بله. در اونجا یک دو سه به چهار بیت هست در مورد به کیکاووس داره میگه که آقا تو نباید به این زن گوش میدادی، نباید پسر خودته ولی عهد خودته از خودت میراندی که الان رفته به توران و در اونجا کشته شده، تقصیر این سودابه است و میکشتش. به اون دوتا شعر ور میدارن میگن که آقا نگاه کنین اینم در مورد زن این حرف بزن. بنابراین این جواب زن ستیزی اونا. بعد ناسیونالیسم داره میگه، دوتا شعر پیدا میکنه، بله در اینجا شما اگر شاهنامه رو، اشکال ما سر اینه که حقیقت جز به قول آقای دکتر صدرالله اشرافی دروغ محض، حقیقت جز، یعنی وقتی شما یک چیزی از یک جایی پیدا میکنید بتونی که تمام داستان خوانده باشید. شما وقتی تمام شاهنامه رو خواندید مشکل ما همینه. به همین دلیل من خلاصه کردم که شما آقای سربی 18 ساعت اگر وقت صرف کنید این شاهنامه رو بخونید دیگه با من همچی بحثایی نمی کنید. بعد خودتان میشید مثل آقای بهبهانی روزهای چهارشنبه میایید این کتاب شاهنامه رو از بوخانی میکنید که به شنوندگان تو. شما وقتی تمام شاهنامه رو میخونید میبینید که این شاهنامه اصلا نژاد پرستی درش نیست. اصل و در حالا در یک نقطه بخصوص همونطوری که از سودابه متنفر میشه، کار اشتباهی کرده، کار خیانت آمیزی کرده و میکشتش، اونجا بد بهش میگه، به زن بد میگه، در حالی که در تمام شاهنامه داره از زن
بزرگواریش میگه داستان فرنگیس میجن و بنیشه نمیم کدایون فرانک نمیتونم همه اینها رو وقتی شما جمع‌بندی میکنیم این داستان اصلا زن برده به مقام عرش. حالا این جواب اون سوال مونده. بعد شما به من گفتی چرا شما در قرن بیستم که فرمول برق و انیشتن و اینا هست دارید تشبیه آجا ما کتابی نوشتیم به نام قانون اساسی راه نجات ایران در روشنایی تاریخ که شما دیدید آقای هروی آمدن مسخرش کردن آقای چمن را به این ندهی که آقای تو شیش کپی عدیل نفروخی بود ما از ما آقای خریدار نداره. ما وقتی که آمدیم بگیم که آقای نوری علا اگر شما حرف از سکولاریسم میزنید پس برید شاهنامه رو بخونید داستان جمشید رو بخونید ببینید که آقای جمشید اون چیزی که شما دارید میگید 7000 سال پیش گفته در شاهنامه ما هست. آقا اگر من دارم میگم که قانون اساسی برای شما تشبیه کردم که این فایده ای نداره که شما میایید هی شورا درست میکنید جبهه درست میکنید کنگره درست میکنید دور هم جمع میشید ما میخواهیم برویم ایران را سرنگون ما چیه میخواهید سرنگون بکنید با کدام آقا خدا پدر دانکی شدن بیامرز لاغل یک شمشیر چوبی دستش بود. شما هیچی ندارید نه پول دارید نه طرفدار دارید. یه احمدی نژاد میاد میگه آقا من دو گونی سیب زمینی به شما میدم 100000 نفر میرن تو دینه. آقای شما میخواید 50 نفر توی پاریس جمع بکنید میرید اونجا همه میان 10 نفر جمع نمیشه توی میدان بزرگ. بنابراین ما هیچی نداریم. این یعنی این که ما 5 میلیونی که در خارج هستیم هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. تنها کاری که میتوانیم بکنیم اینه که قانون اساسی بنویسیم و بین خودمان با هم توافق بکنیم و در مورد اون تبلیغ بکنیم که این بشه ملکه ذهن تمام افرادی که در ایران هستن و اونها در سال 2020 بگن آقا ما هیچی نمیخوایم، نمیخوایم کسی سرنگون بکنیم، نمیخوایم کسی دار بزنیم، میخوایم قانون اساسی رو عوض کنیم. حرف من همینه. بسیار ممنون آقای چمن رای. کسی بخواد با شما یا بحث دوستانه یا مناظره هرچی اسمش رو بذارید حاضر هستید؟ چون این دوستمون نوشته که آقای چمنارا مثلا راجع به شاهنامه اصلش مال دقیقی بوده، فردوسی اون رو جک اپ کرده آمده پول بگیره از محمود، بعد میگه که چون آقای چمنارا کرد هم هستن این قسمت رو برای آقای چمنارا بفرستید. بخش 14 فردوسی شاهنامه پادشاهی اشکانیان توی اون به کردها هم حمله میکنه. بله بله. حالا اجازه بدید موضوع منحرف نکنید بذارید جواب ایشان همین الان بدم. بفرمایید. یادم رفت سوال اولشون چی بود؟ اون شاهنامه رو مال قبل چیزی آقای سوری شنونده گرامی بیننده گرامی شاهنامه صدای من اکو پیدا میکنه نامه قبل از این که فردوسی شروع به نوشتنش بکنه شاهنامه ابو منصوری بوده. سامانیان بزرگترین دانشمندای زردشتی هم اکثرشان بوده، اینا رو جمع میکنن میرن و شاهنامه مینویسن منتها نه به شعر بلکه به نثر دقیقی که یک زردشتی بوده داستان زرتشت می نویسه. متوجه هستید؟ یعنی این که برخلاف حرفی که همه می زنن خیر شاهنامه در تمام ایران بوده، کاری که فردوسی کرده اینها رو جمع کرده و اینه به صورت شعر در آورده. آقایان خانم ها فردوسی وقتی که شروع به کار کرده کار شاهنامه رو در 40 سالگی یا 37 سالگی شروع کرده هنوز محمود غزنوی جز سردارای سامانی بوده. این حرف مزخرفی که همه میگن پول از میگیره شروع کرده ازم چه چیز چرندیه. شاهنامه نویسیش پادشاهان ساسانی یعنی قبل از اینکه محمود غزنوی اصلا بشه غزنوی و نمیدونم بره تو غزنه تو اون طرف افغانستان بره خودش شاهنشاهی درست بکنه و سامانیان سرنگون بکنه شروع شده بوده. اصلا تو تاریخ ها رو کنار هم بذارید ببینید تولد فردوسی که
در 40 سالگی که این کار شروع کرده بود، در 40 سالگی تازه هنوز که هنوز این یه سردار محمود غزنوی. بنابراین این چه حرف مزخرفیست که میزنی؟ میخواست پول از غزنوی. آقا بعد از 30 سال زحمت کشیدن وقتی میخواد منتشر بکنه شاهنامه ره، آقا مثل الان که نبوده که من برم به شرکت کتاب بگم آقا این کتاب نوشتم یه 1000 دلارم بهش بدم بیاد برای من اینه چاپش بکنه. اون موقع شما هر برگ شاهنامه را که بخواید بنویسید باید اون پوست بنویسید، متوجه دار 4 نفر باید اینه بنویسن. این احتیاج به پول و سرمایه داره. وقتی که شاهنامه را تمام میکنه فردوسی، به خاطر انتشارش، به خاطر ماندگاریش، بنابراین پیش پیشنهاد میکنن فرد یکی از وزیران خود محمود غزنوی بهش پیشنهاد میکنه که آقا تو باید این کتاب بدی به محمود غزنوی. محمود غزنوی اصلا چی میدونست شعر چیه؟ 4-5 تا شاعر مثل از سدیونی هم تو دربارش بودن، ازش بازرگیش صحبت میکردن، مداحان مثل همین آقای خامنه‌ای که مداح دنبالش هست و همین اون همه 4-5 تا از این شاعرها داشته. فردوسی وقتی این کار تمام میکنه به خاطر اینکه اثر خودش تو کنه تقدیمش میکنه به اون، که بعد اون به علت این بدگویی شاعرها از شدی و عنصری و اینا که خودش هم توش مینویسه میگه آقا دادمش به محمود اصلا نگاش هم نکرد. حالا یک استاد دانشگاه ترکیه، استاد دانشگاه ترکیه، این ویدیوش هم من توی چیز گذاشتم که محمود غزنوی کی متوجه فردوسی میشه. وقتی میره هندوستان یک بابانوی به اصطلاح توی قلعه بوده، محمود غزنوی بهش میگه تسلیم بشو، بعد این شعری از فردوسی میخونه، میگه چو آفتاب برآمد با گرز گران، و از این شعر یادم نیست، حافظه شعری هم ندارم. بعد محمود وقتی که شعر میگه این شعر از کیه؟ میگن آقا این مال فردوسیه. میگه فردوسی کیه؟ میگه آقا همونی که یارو کتابشه برای تو فرستاد. این تازه وقتی که از هندوستان بر میگرده آخرای سلطنتش یه دفعه متوجه میشه این همینه. بعد میگه که تو شانو براش بخونه، بعد براش یه چیزی میشه. اون موقع بوده که مرده. حالا داستان ها هست که این شاهنامه اگر ماندگار شده به خاطر زیبایی اشعارشه، به خاطر داستانهای میهنشه، به خاطر یاد ایرانیشه، به توسط همین نقالها و مردمان عادی، نه توسط شاهان محمود غزنوی. حالا آقای پوربیرارم استاد دانشگاه پیاس‌آبادی نمیبینه، میگم بله این شعیبیه بودن که به فردوسی کمک کردن. حالا شعیبیه کیا بودن؟ یه ضد خلفای عباسی بودن. حالا نمیدونیم شعیبیه تو بصره بودن، آخه اینا چطوری مثلا پول میفرستادن برای آر ناظر با وسترن یونیون؟ آقای چمنارا شما پاسخ منو ندادید. اگه کسی از دوستان حاضر باشه با شما مناظره کنه یا صحبت و گفتگو کنه آقای سوری، بله. بنده در اختیار همه هستم، ولی بنده یه قرآن راستین نوشتم، بله. گفتم آقای سوری الان کسی که مطرحه توی همه مصاحبه ها میره در مورد اسلام صحبت میکنه آقای آقاسیه. من برای ایشون فرستادم، از ایشون هم خواستم چیزی که از ایشون گفتم، من برش فرستادم، بله. گفتم آقای ما چیزی از قرآن، بله. حالا شما میگی سرمان نمیشه، ولی قرآن اینطوری کردین. آقای شما که تو دار دسته سروش و نمیدونم دکتر نسلی نسلی که قرآن ما رو بخونید، بعد اگر میخواید در مورد قرآن صحبت کنید بنده حاضرم به چشم برید تو تلویزیون آقای میبودی، آقای آقاسیه میشینه، نه یه مسیحی و باهایی و یهودی بلند میشن، همه میپرن به آقای آقاسی. آقای آقاسی هم آدم خوب درویش دوست داشتنیه، یه شعری از مولانا میگه و یه خوردم از آقای مکی میگه و همش بودم. آقا اگه میخوای بحث قرآن بکنی قرآن منو بکش جلو، من مهندس کم سواد هیچی هم نمیدونم، حاضرم با شما پروفسور قرآن بشینم اونجا شما در کنار آقای سوربی با هم در مورد قرآن صحبت کنید، به من به شما بگم آقا این قرآن قاطی پاتی که شما میخوانید علت تمام بدبختی ما اینه که ما قرآن نخوندیم.
ممنونم آقای چمنارا، وقتمون تموم شد و ما دفعه قبلم با شما قرار گذاشتیم، گفتم با شما باید 2 ساعت وقت بذاریم، 1 ساعت و نیم ساعت کافی نیست. حتما در اختیار شما هستیم. حالا امیدوارم که دوستان متوجه عرایض من شده باشن دیگه، و توصیه میکنم که آقا 2 تا کتاب بخونید، این شاهنامه اصلا نمیخواد بخریدشم، 20 دلار قیمتش نخرید، دانلودش بکنید از chamanara.net. من وبسایت شما رو نشون دادم، برین دانلودش بکنید مجانی، بخونیدش، بعد از روی اون بیاین با من صحبت کنید، نه اینکه یه دفعه صحبت کنید که آقا نمیدونم تو نجات پرستی ناسیونالیستی و نمیدونم، آقا بشینیم اینطوری با هم صحبت کنیم، ما مخلص شما هستیم. من ممنونم از شما، در حین صحبتاتون وبسایتتون رو نشون دادم، chamanara.net، بسیار ساده، اونجایی هم که نوشته بود دانلود کنید نشون دادم، یکی از کتابا حدود 200 خورده صفحه. البته الان حدوداً 6 ماهه ما میخوایم این چوب آقای چی گفتیم با آقای خلیلی گفتیم این وبسایت درستش بکنه برای ما، یک ولی خودم با همین سواد کم وبسایتی من درست کردم، باید اسکرول داون بکنید بیایید پایین، از اون بالا بیایید پایین بره. که همه چیز اونجا هست. خب این دوستان خیلی واردن، اینها فوری به شما کاری رو که میگید انجام نمیدن، چون اونجوری پولی که میخوان به اصطلاح جاستیفای نمیشه. البته آقای خلیلی خیلی مشغول و گرفتار. آقای خلیلی دوست بله. خیلی منم با ایشون خیلی بله خیلی ارادت دارم، آدم خوبی هست و امیدواریم که از این افراد بیشتر داشته باشه. آقا از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، و دوستان اگر مایل باشید فیسبوک آقای چمنارا رو هم نشون دادم، اونم خیلی ساده، سهراب چمنارا، با خودشون تماس بگیرید، اگه مشکلی بود با من تماس بگیرید، ترتیب این ارتباط و تماس داده میشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید اینکه شما رو بیشتر داشته باشه. خدا حافظ شما، خدا نگهدار، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا بودیم، باید بریم ایران و برنامه آقای حسن ارشاد رو ببینیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، از هر جای دنیا که باشید میبینید، آقای مینویی از تگزاس، آقای اجلالی از اینجا، دوستان دیگه از سوئد، آقای ارشاد از ایران، و به قول معروف هر جای دنیا که باشید ما همه آدم هستیم و انسان، و امیدوارم بتونیم که با هم باشیم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، من با شما خواهم بود دوشنبه اگر اتفاقی نیفته، و از ممنون از دوستانی که در حین برنامه آقای چمنارا هم این موضوع ها رو برای من میفرستادن تا من بتونم بهتر و به اصطلاح چی میگن پر محتواتر با ایشون صحبت کنم. مرسی، روز و روزگار براتون خوش.